بینندگان عزیز، با درود به شما، با سلام به شما هر جای دنیا که هستید، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید و بهتر به پایان برسونید. امروز 8 ماه ژانویه سال 2021 هست و برابر است با اینجا یه جایی نوشتم بکنم 19 دی ماه 1399. به پایان سال هجری شمسی هم نزدیک میشیم و وقتی سال 1400 میاد، اون مسئله انتخابات ایران رو هم همراه خودش داره. حالا ببینیم امسال، یعنی سال 1400، نماینده ها چی میشن، مردم چی میخوان و حکومت ایران نظامی میشه، ارتشی میشه یا همین جوری آخوند و ملا و اونورم یه سری اصلاح طلب. خب بذارید ببینیم که برنامه اگر زنده هست، با دوستان زنده هم ما این برنامه رو شیر کنیم و ضمن تشکر از اونهایی که لطف میکنن و برنامه ها رو با دوستانشون شیر میکنن، امروز هم به شما پیشنهاد میکنیم که این کار رو انجام بدید. ما ممنون میشیم. مهم نیست که شما چند نفر به اصطلاح روی صفحتون یا روی پیجتون هستن، مهم اینه که ممکنه یکی از اونها توی گروه هایی باشه که هزاران نفر رو میتونه به اصطلاح داشته باشه و اون اونجا هم شیر کنه. خب گفت چه فکرها میکردیم چها که شد. سال 2020 به عنوان بدترین سال، فعلا همه میگن بدترین سال عمرمون، بستگی داره سنشون چقدر باشه، گذشت و سال 2021 آمد و گفتیم خب همه چیز به خوبی و اینها شروع میشه. امروز یه نفر زنگ میزد به تلویزیون و میگفت که به تلویزیون آمریکایی و میگفت که من میخوام 7 روز آزمایشی آبونم رو پس بدم. طرف گوینده گفت یعنی چی 7 روز آزمایشی؟ دیدید یه وبسایت هایی هست به شما میگه 7 روز میتونید آزمایشی تلویزیون نگاه کنید، مجله بخونید اینها. این میگفت که من 7 روز از سال 2021 رو آزمایشی امتحان کردم و میخوام پسش بدم، نمیخوام. دلیلش اینه که مخصوصا در آمریکا این ماجرای حمله، شورش، اعتراض، هر چی که میخواین اسمشو بذارید، به مجلس و روز چهارشنبه، جالبه هم میدونستن که با اون نیتی که این ترامپ شالاتان داره، چیزی به اصطلاح در همین حد باید انتظار داشت، شاید هم بیشتر. ولی نمیدونم چرا مجلس آمریکا، میدونید مجلس آمریکا، فکر کنم وقتی میگن کنگره منظورشون اینه که دوتاشون با هم اونجا هستن، منظورشون اینه که سنا و مجلس نمایندگان با هم هستن. وقتی میگن سنت یعنی سنا، وقتی میگن به اصطلاح چیز هاوس یعنی مجلس، یک چیز مشترک داشتن، یک نشست مشترک تا درباره رأی‌گیری به اصطلاح نهایی یا اینکه اون رو رسمی کنن. نتیجه رأی‌گیری سال 2020، نوامبر 2020 رو رسمیش کنن که ترامپ خواهش و التماس و تهدید به این ور اون ور نتونست. نزدیک به 60 تا شکایت دادگاهی، حتی یه دونش نبود. و برید ببینید دوستانی که آقای پرویز صیاد که شما کاسه از آش داغ‌تر شدید، برید ببینید اونهایی که یار جونجونی ترامپ بودن، شما دیگه از لینزی گرام، از میچ مکانل، از همین پنس نخست وزیرش یا معاونش دیگه نزدیکتر نیستید. همه اینا، اصلا وزیر آموزش پرورش در رفت، وزیر ترانسپورتیشن چی میشه، وزارت راه ترابری که زن همون میچ مکانل هست در رفت، دیگران یکی پس از دیگری آمدن. همون خانمی که توی انتخابات جورجیا برای بار دوم به اصطلاح شرکت کرد و نزدیک 500 میلیون دلار توی انتخابات اینا 4 نفر خرج کردن و اینها، که البته همش از جیب مردم میاد، اون گفت نه من صبح که اومدم میخواستم اعتراض کنم ولی با این کاری که ترامپ کرد فایده نداره.
میگه که اکبری میگه آقا موهات بلند شده باید بری آرایشگاه. بله بلند شده هیچی، این سفیدیش هم دیگه خیلی سفید شده، بیشتر معلوم میشه. اتفاقا امروز صبح گفتم ولش کنم تا عید و اینا این پشتش هم اینجوری ببافیم، گفتیم بابا ولمون که تو رو خدا. چشم، حتما میرم از ترس این آرایشگاه. یکی از دوستان میگه ما از موقعی که کووید گرفتیم نرفتیم موامونو بزنیم، ولی من نمیدونستم وزن مو اینقدر زیاده، 20 پوند اضافه شدن. به شوخی میخواست بگه این وزن موامه که ترازو داره زیاد نشون میده. چشم، حتما میرم. زمینن موهاتون بلند شده باید حتما برید آرایشگاه. چشم، این کار انجام میدم. و اجازه بدید تا من یه دونه دیگه هم اینجا بنویسم. امروز ما همه کارا رو آماده کردیم و اینها، بعد یه دفعه این دوربین اصلی ما نمیخوند سیستم رو، در صورت که من چند دقیقه قبل با آلبانی با آقای باقر محمدی داشتم مصاحبه میکردم. گاهی وقتی این اینترنت و کامپیوتر و اینا اختیارشون دست ما نیست. در صورت برگردیم به ترامپ، بی آبرو ترامپ واقعا، کسی که اومد تشکر، اولا این 10,000 نفری هرچی اونجا بودن میگو اینجا صدها هزار نفر است، دوربینو بچرخونید نگاه کنید، مثل همون روز تحریفش که میگفت بیشترین جمعیت داره ولی جمعیت خالی بود، همون روز تحریفش که میگفت که خدا بارون رو بند آورد ولی بارون میومد، اینها این واقعا دروغایی که میگه بعضی هم به اصطلاح قبول میکنه. سوال داشتم تفاوت مجلس سنا با کنگره در چیه؟ ای بابا قربونت برم، مجلس سنا از هر ایالتی 2 نفر انتخاب میشن به عنوان سناتور که 100 نفرن. و جالبیه که تو ایران هم گویا مجلس سنای ایران هم 100 تا بوده، 50 تاش آقای شاه انتخاب میکرده، 50 تای دیگه‌ش هم آقای شاه انتصاب میکرده. برید برنامه‌های آقای انصاری نگاه کنید در مورد انتخابات در ایران صحبت میکنه. و مجلس نمایندگان که همون رپرزنتیو هستن، رپرزنتیو یعنی کسانی که برای شما حرف شما رو میبرن اونجا میزنن، سناتور هم باید همین کار رو انجام بدن. نمیدونم چرا از هر ایالتی 2 نفر میشه مجلس سنا، و با وجودی که اونا 100 نفرن بالاتر از 435 نفرن. یعنی این 430 نفر یه قانون رو میگذرونن، امضا میکنن، این قبول چیز که شد تازه میره سنا. مجلس سنا اگه گفت اوکی بعد میره رئیس جمهور، اگه امضا کرد میشه قانون، اگه نشد برمیگرده اعتراضات و اینها. اینا رو به فارسی هم این روزا شما میتونی بزنی بخونی، و من میتونم بگم که کمترین دانش رو دارم درباره این ماجراهای انتخابات دولت اینها، ولی دوستانی هستن که ادعا زیاد دارن ولی خداییش اطلاعاتشون غلطه. من بارها گفتم بهشون، براشون می‌نویسم، می‌نویسم آقا خانم این چیزی که شما می‌نویسی اینجا نوشتی اظهار کردی غلطه، ولی آدمایی نیستن که بگن خیلی ممنون شما درست میگی و تصحیحش کنن. بگذاریم این ماجرای از دیوار کپیتال بالا رفتن و رفتن داخل و اینها، الان ثابت شده. به همین خاطر 2 نفر از سران بالای، میدونید اینجا پلیس، این واشنگتن یه آش شله قلمکاری هست که نگو و نپرس، چون پایتخت آمریکا یه قسمتش رو فدرال یا دولت مرکزی دخل و تصرف و کنترل داره، بعد این بیچاره واشنگتن ایالت نیست، دیستریک یعنی منطقه، یه منطقه هست، سالها هم هست روی نمره های ماشینشون نوشتن taxation without representation، یعنی ما مالیات میدیم ولی نماینده نداریم. اینا تو چیز نماینده ندارن، سناتور ندارن، و خیلی ها تلاش کردن. به همین خاطر شما مثلا اینجا فرماندارم نمیبینی، فقط شهردار دارن. و این خانمه شهرداره، دیدید ما تو فرهنگ غلطمون هی میگیم فلانی خیلی مرده، در صورتی باید بگیم انسان خوبیه، خیلی مثلا عملش درسته فلان اینا، این واقعا از 100 تا مرد انسان تره، با جرأت تره. و با وجودی که این کنترل کپیتال پلیس یا پلیسای مال مجلس زیر نظر این نبوده و اشکالم یه جورایی از همونجا اومده و اونا سفید پوستن و شل گرفتن و طرف اومده تو خونه باش وایساده عکس میگیره، الان یکی یکی اینا رو میکنن بیرون چه چیزایی بیاد. و
خلاصه این که 5 نفر تا حالا کشته شدن. این 5 نفری که کشته شدن یا از بین رفتن، یکیش یه زن 30 و چند ساله‌ای بوده که این بدبخت خدا زده 14 سالم توی آرمی یا ایرفورس و اینها کار میکرده، از اینایی که خیلی آتیشش داغ بوده و وقتی حمله کردن به اون در و پنجره و اینها، این بلند شد رو سر یکی دیگه بره داخل، اونایی که داخل بودن با تیر زدنش که به نظر من حقش بود. حقش بود. تو آمریکا شما اگر بیای شیشه منو بشکنی، من نمیتونم از اینجا شوتت کنم، ولی اگه شیشه رو شکستی اومدی تو، توی خونه شوتت میکنم. من زمینم خیلی به شوخی میگن اگه کسی رو زدی تو حیاتت بکش ببرش بندازش تو، ولی اگه پلیس بیاد میگه خب این تو حیاتت بود، حدتو نمیدونست، اتاق چیز که نداریم، حیات دیوار حیات که نداریم، نمیدونست مرز تو کجاست، ولی اگه بیاد تو خونه ترسپاسین، یعنی از به اصطلاح اون هیته خودش اومده، هیته خودش که چی، از هیته عمومی اومده تو هیته خصوصی شما، تو محیط خصوصی شما، و شما حق داری شوتش کنی. به این سادگی هم نیست که هر کی در باز کرد اومد تو تقی بزنیش، هزار ماجرا داره. تازه اگه شما تو این شهری که هستی اجازه حمل اسلحه داشته باشی اینا بماند. اون چه مهمه، 4 نفر قلبشون گرفته و اینها مردن، یا 3 نفر، یه نفر هم که اینجوری کشته شده. اون پلیسی که اینو تیر زده فعلا بهش مرخصی دادن با حقوق، تا ببینیم بعد چی میشه. به نظر من باید حتی ازش قدردانی کنن، اون درست برعکس پلیسای مفتخور دیگه‌ای که اونجا هیچ کاری نکردن وظیفه‌شو انجام داد. حالا میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. ما همش نگران بودیم که این ترامپ میخواد با ارتش با این اینا کودتا کنه. این کاری که انجام داد کودتا بود، ولی از بس آدم عوضی احمق نادانی هست کودتاش هم به کودتای آدم ها نمیبره. اومد اونجا وایساد حرف زد، اولا از پشت شیشه ضد گلوله و اینها مثل مأمور با پالتو وش اینا وایساد دستکش اینا، و گفت حالا راه میافتیم میریم مجلس. چرا مجلس؟ برای که معاونش توی مجلس بود به همراه دختر معاونش، به همراه زنش، و این اینقدر این اصلا رفیق دوست کسی که باهاش بود اینا حالش نیه، همون تد کروز احمق، همون حالی، همون هفتای دیگه، همون 140 تای نمایندای دیگه که طرفداریش بودن، اینا همه تو مجلس بودن، ولی این مردمو شوران میگن، شوران که بریم مجلس. بعد بهشون هم گفت منم همراهتون میام. دروغ. اینا رو فرستاد، این اینجوریه، این وایت هاوس، بعد این خیابون پنسیلوانیا اونیو، آخرش که میرسی میشه مجلس. 16 تا بلاک بین وایت هاوس با اون فاصله داره، هر بلاک هم این خیابونا دیدی چهار گوشه خیلی نزدیک، شما میتونی پیاده راه بری. و از اونجا رفتن جلو مجلس و دیگه، حالا بعد عکساشو دیدید و ما هم یه سری نشون میدیم و اینها، اونجا چه کارها که نکردن. و پلیس خب خیلی از اینا هم دویدن رفتن، و من چون مأمور حکومت نظامی بودم تو ایران میدونم شما بزرگترین اسلحه هم که داشته باشی، من کلت داشتم و بعض وقتا هم جیسه بستگی داره، که یکیش 20 تا چیز داشت، یکیش 7 تا یا 8 تا تیر داشت، یادم نیست. ولی وقتیش مردم رو میبینی دارن میان به طرف دوستان، فکر این هستی که حالا من تازه تیراندازی درست کنم 8 تاشو میزنم، درست بزنم با تفنگم و هفتیرم 20 تاشو میزنم، باقیش میریزن منو تیکی تیکی میکنن. این ترسه هست. و شما به عکس‌ها به دقت نگاه کنید، پلیسای اونجا کلاه دوچرخه سواری سرشونه، چون اینا با دوچرخه اطراف چیز میگردن. ولی یادتون باشه شما اگه زنگ زدی گفتی میخوام بیام برم تو مجلس به عنوان توریست، نه تروریستا، توریست، میگه اوکی فلان ساعت تا فلان ساعت وازیم، بیاین تو صف وایسیم، 50 تا 50 تا میفرسیم تو، رعایت کنید، فلان کنید. اینا اومدن همینجور رفتن تو در از شکرسن، رفتن نشستن اونجا، و یکیش حتی اونجا رفته ادراک کرده، یکیش رفته نامه های پلوسی رو برداشته، یکیش یه چیزهای دیگه دزدیده، یه نجارش رفته پودیوم چوبی رو برداشته و اینها. اون وقت بی شرفای دروغگوی ریپابلیک میگن اینا انتیفا هستن. انتیفا یه گروهیه، یعنی ضد فاشیست، انتی فاشیست. اون وقت میگه اینا اونا هستن. یکی یکی عکساش رو گفت آقا این احمق خودش دوربین گذاشته که داره میره داخل، عکسم گرفته از خودش، من فلانی هستم، اینا الان 70-80 توشون رو گرفتن. ولی اف بی آی و اینها یه وبسایتی درست کردن، یه نفر اینجا لطف کنه لینکشو بذاره، هست fbi.gov
بعد forward slash capital US capital. US capital. Capital هم یادتون باشه. با A نیست اون آخرش. AL. OL. و که گفته هر کی هر فیلمی داره، هر کی هر عکسی داره و اینها بفرسته بیاد. آقای فضایل عزیزان خیلی ممنون. بعد نبودی آقا، نیومدی اینجا. بنده اتفاقا توی کنان بیلدینگ داشتم کار میکردم و فیلمایی که دارم مجبور بودم بدم به اون کسی که من استخدام کرده و الا این فیلم‌ها رو هم میدادم به FBI چون توش خیلی ها هستن. یه دوتا گروه ایرانی هم اومده بودن اینها. و یه چیز جالب براتون بگم آقای عزیزم، ببین وبسایت یو چیز رو میتونی پیدا کنی. FBI یه وبسایتی درست کرده برای، بذار خود من اینجا بزنم، FBI.gov این دات یعنی government بعد forward slash US capital. دوستان اگر عکسی دارید، فیلمی دارید و اینها، میتونید برای اینها بفرستید. بله من الان اینجا براتون میذارم، نوشته دیجیتال میدیا و این FBI Federal Bureau of Investigation اینه، براتون لینکشو میذارم اینجا. گویا اگر کسی عکسی، اطلاعی، خبری داره، کسی تهدید کرده، چون اینا آمدن با اسلحه، با یخدون، توش کاکتل مولوتوف، سه تا بمب لوله‌ای که لوله میخرن توشو، نمیدونم باروت و این چیزا و این چیزای خطرناک مثل ساچمه و مثل میخ و اینا میرزن که منفجر میشه. وقت اینا رو قشنگ راه دادن اونجا. شما الان چند سال تو واشنگتن اون وقتا میذاشتن بکپک ببری، ولی الان چند مدت نمیذارن. این وقت اینا همه بکپک دارن. همون خانمی که کشته شده یه نفر ویدیوشو بذاره اینجا ببینه. خانمه، آخه خانم درسته شما تو ارتش بودی، ولی این چند تا مرد وایسادن اینجا بذارین احمقا برن کشته بشن. شما شیشه رو شکستی، پشتش داره از داخل نشون میده تمام این سیکرت سرویس، حالا میگن ماموران مخفی، اینا که مامور حفاظت از پنس بودن و مامور حفاظت اونجا بودن، اسلحه دران یعنی اسلحهاشون کشیدن آماده و تو بلند میشی میری تو، میخوای چه کار کنی بدبخت؟ میگه به یکیشون مصاحبه میکنه، میگه چرا چشمات آب میاد؟ میگه گاز اشکاور بهم زدن. بعد میگه خب برای چی؟ گفت برای که رفتم داخل کپیتال. گفت برای چی رفتی اونجا؟ گفت رفتیم انقلاب کنی. حالا من یه عکسی بهتون نشون میدم، شما به من بگو اگه شما طرفدار ترامپ هستید، آیا این یو اس ایران، بذارید بیارمش، آیا این آمریکایی هست؟ آقای محبی شانس آورد که بنده خدا میشه بگیم بد شانسی آورد، چون نوشت که آپانتیسش اوت کرده. راستی کلمه رو چرا از همون ایران یا آمریکای خارجی میگفتن، آپانتیسش اوت کرده و رفته کجا؟ بزنو چرا این عکس رو اینجوری مثل من توپل نشون میده؟ سعی کنیم که بذار یه اینجوری کپچر سلیکت ایریا اینجوری بگیرم که بهتر ببینید. نگاه کنید دوستان، این بالا واشنگتن هست 1399، این پایین ایران هست 1358. یعنی شما ببینید چه کار کرد ترامپ واشنگتن و آمریکا رو. آقای عزیزان میگه که آقا من که به شما گفتم من عاشقم تا لب بوم، بگیم برای اون ضرب المثل توضیح بده، خیلی جالبه. چند وقت پیش بهشون گفتم که آقا من فکر نمی کردم شما طرفدار ترامپ باشی. گفت آقا من طرفدار ترامپم تا یه حدی. اتفاقا دیدم حمید شبخیزم گویا طرفدار ترامپ بوده و رأی انتخابات و اینها. من میتونم بفهمم به احتمال زیاد آقای شبخیز چون چند تا کارمند داره و اینها، به خاطر این کرونا و اینها تونسته یه پولی بابت بیکاری اونها، بابت شرکت خودش اینها بگیره، اینجوری طرفدار ترامپ شده. اگه غیر از اینه آقای شبخیز تماس بگیر ببینیم چجوری امکان داره شما طرفدار ترامپ باشی، اونم تو خانواده‌ای که زن تو، دختر تو، پسر تو اینها گویا مخالف هستن. و چیز دیگه که تعجب کردم، اینا همه برنامه‌های جشن‌ها رو ایرانی‌ها رو دور هم جمع می‌کنن، بعد به صرف اینکه یه دستگاه 10 دلاری خریدن تبشون رو اندازه می‌گیرن، میگه نگران نباشید ما همه رو آزمایش کردیم. آقای شبخیز، آقای اون مسعود کیه، سفهران، یعنی ببخشید شماها اینقدر احمقید
که فکر میکنی درجه تب یه نفر اگه گرفتی الان تب نداره، این ویروس کرونا نداره. تازه اونایی که گرفتن آزمایش کرونا و جواب منفی بود، دیدید که کریسی خلاصه شب یلدا اینا. البته اینا تنها دلیلشون اینه که میخوان جمع بشن پول بگیرن، هی خانم فلانی دکتر جراح، آقای فلانی نمیدونم چی میفروشه، وسایل بهداری و بهداشت و اینا میفروشه، تو خونه این هستیم امروز، فردا تو خونه اون هستیم. من خودم یادمه همون موقعی که ما توی این کارهای تلویزیون و اینا بودیم، هی این هفته خونه فلانی، اون هفته خونه فلانی، اونا هم میخوان از معروفیت و محبوبیت تو سوء استفاده کنن. ولی بعد یه مدت میبینی اصلا با یک کسایی رفت آمد میکنی که اصلا در خور شأنت نیست و هم فکرت نیستن. آقای بیژن مهر سلام به شما. دوستان آقای بیژن مهر از جبهه ملی با ما هستن، نوشتن که آقای سربی میگوین ایرانی ها با شعار رضا شاه روحت شاد وارد کنگره شدن. من تو اون قسمت نبودم، اونجایی که بهش میگن روتاندا، همون گنبد اعلا که این گنبد رو زمان آبراهام لینکلن ساختن و حتی پول کم آوردن، ولی اون گفته ما باید اینو بسازیم، این سمبل آزادی ما و این من خونه مردمه. آمریکایی هم هر جاری میسازن میگن خونه مردمه، وایت هاوس هم میگن خونه مردمه که حالا ترامپ آمده و چی کرده. من اون قسمت نبودم، از شعارای اینا خبر ندارم، از این که شعارات بی ربط میدن هیچ حرفی نداریم، هیچ شکی نداریم. خب آقا رضا شاه روحت شاد، یعنی رفتی سر قبرستون، خب برو هر چی دلت میخواد داد بزن. بدبخت تو اومدی اینجا یه نفر دیکتاتوری داره راه میندازه و میگه 4 سال کم نبوده، 4 سال دیگه به من وقت بدید تا دیکتاتوری رو کامل کنم، و تو بلند شدی از کالیفرنیا پرچم شیر خورشید و ورشتی آوردی اینجا به ننگ ترامپ آلوده کنی. ای ننگ بر شما، ای خجالت بر شما. ولی من تو اون قسمت چیز نبودم. اینجا وقتی میگی مجلس، اصلا نصف این شهر چیزهای دولتیه، این و همینا رو که بردن، همه گفتن بردن یه جای مخفی، از زیر میبرن، از زیر تونل میبرن اون ور خیابون، حتی اون تلویزیون اسپانیشا و اینها آفیس بیلدینگ ها هست و میبرن توی یکی از اینا، همه نماینده ها رو بردن اونجا بعد آوردن. ولی از این که توی واشنگتن چندین جای مخفی هست که اینا رو ببرن، حتی بزنید توی وست ویرجینیا بود یه چیزی ساخته بودن که اگه بمب اتمی چیز بشه و اینا، مثلا رئیس جمهور اینجا نگه دارن، معاون اونجا نگه دارن، بعد چون مردم فهمیدن اون چیه اصلا در اونجا رو بستن و بعد این همه پول اینها رفت. میگه که من عکسی در بین تظاهرات دیدم با شیر خورشید، بله بودن، یه چند تا بودن و پیروز شدن. آقا انقدر از این ایرانی ها، یادم این آقای جاوید شهافر بلند شده بود از استرالیا به حرف این فخرآور ننگاور آمده بود اینجا و با اینا راه افتاده بودن رفته بود. یادم اون آقای کی بوده، استاندار اصفهان بوده یا نماینده بوده، نصر احمدی اون یکی دیگه، اینا اومدن اینجا رفتن، بعد با این آقای سرشار و اینا میرن یه نماینده خودفروخته ای رو میبینن، میبرن نهارش میدن، یه 1000 دلاری میریزن به حسابش، فکر میکنن اینا میان ایران رو آزاد میکنن. از این چیزا هر روز هست. آقا شما بیا، من خودم یادمه یه دفعه 40 تا اسپانیشو بردم که از تگزاس اومده بودن میخواستن برن مجلس رو ببینن و با نماینده ها صحبت کنن راجع به اینایی که از مرز میان و بیمه و اینا ندارن. اصلا شما وقتی میری توی این قسمت فرست استریت، اصلا اولین خیابون اونجا، چون میدونید که مرکز رو قرار دادن همین کپیتال یعنی صفره، بعد این خیابون اولی میشه 1، از این ور میشه 1 2 3 4 5، از اونم میشه 1 2 3 4 5، فقط باید یادت باشه یکیش نورث، یکیش ساوت، یکیش ایست، یکیش وست. بمانه از این چیزها هر روز هست. ولی ایرانی وقتی میره یه عکسی میگیره میاد، الان شنیدم خانم مسیح علی نژاد عکسایی رو که با دموکرات ها داره میاره بالا، چون گویا یه پولی گرفته بوده از این ادمین های ترامپ و اینا، حالا که دیگه ترامپ تموم شد این حالا باید بره دنبال اینا. آفتاب پرستن اینا، کمیلیان این را امریکایی ها میگن کمیلیان، یک حیوانی هست قیافه عجیب غریبی هم داره، این پاشو میذاره رو درخت سبز، یه پاش میشه سبز،
این ورش که وایساده رو سنگ رنگ سنگه، این پاشو که میذاره روی عینک آبی که میذاره آبی میشه، یه جایی بره قرمز باشه، موکت قرمز باشه قرمز میشه. این دوستان هم حیف این که ما به اینا بگیم دوستان، این احمقا هم اینجوری هستن. در هر صورت دنباله اون عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد. کار احمقانه ای که ترامپ انجام داد باعث شد که اینا برن حمله کنن به مجلس، و مجلسی که 4 سال فریادهای مردم رو نشنیدن که آقا این لیاقت رئیس جمهوری رو نداره، این بلد نیست، این اصلا مدیریت بلد نیست و اینها، گوش ندادن. هر کی به منافع خودش و اینها، اونا وقتی که پشت در تق 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 زدن و ریختن تو و اینا ماسک زدن، شما باورت میشه تو مجلس مثل هواپیما زیر صندلی‌هاشون ماسک دارن، ولی ماسکی که حتی اگه گازم اونجا پخش کنن، و پلیس گفت این ماسکا رو بزنید و اونجا گاز اشکاور انداختن و فلان اینها، اون وقت اینا حس کردن. اون خانم، من بهش میگم سوزان رعشه‌ای، یه خانم سناتوریه که این اگر این احمق یه رأی داده بود چیز امپیچ شده بود، ولی اینا مثل گنگن، مثل دوزاب با هم هستن. یا اون شعر فریدون مشیری یادتونه که گرگ ها با هم ولی ماها جدا هستیم و اینها، اینا مثل گرگن. گرگا دیدی میان 7 گرگ میشن پک، اصلا ولف پک بهشون میگن، حمله میکنن به بزرگترین حیوان، ولی اون حیوانه نمیدونه چه کار کنه، اینو میپره اون پشتشو میزنه، این میزنه دندون میزنه و میگه، و وقتی خوردن تموم شد هر کی میراشو میکشه میره. آفتاب پرست تشبیه خوبی برای ایرانی ها بود. بله، بعضیا با آفتاب گردون اشتباه میکنن. آفتاب گردون به خاطر زندگیش، به خاطر میوه دادنش، به خاطر اون تخمه ها رو درست کردن، یا ما میگیم تخمک آفتاب گردون، مجبوره هر جا آفتاب هست خودشو به طرف آفتاب میچرخونه، ولی رنگ عوض نمیکنه. آفتاب پرست که البته بده، چون ما ایرانی هم گویا آفتاب پرست بودیم اصلا از لحاظ دین و اینا، که بعضی ها میگن نه این غلطه، اشتباهه، آفتاب پرست نبودیم، آتش پرست نبودیم، فقط آتش رو احترام میذاشتیم به خاطر که میدیدیم زندگیمون به این بستگی داره، و به این خاطر روشن نگهش میداشتن که کبریت نداشتن فردا صبح دوباره روشنش کنن. حالا طرف موبت تو یزد، من 2005 رفتم اونجا، همینجور وایساد پشت یه شیشه این اجاق گاز روشن، آقا دیگه الان کبریت هست، فندک هست، ببند برو دنبال کارت. این مال اون زمان بوده. بعضی وقتا توی یه جایی فقط یه جا آتیش بوده، طرف شب که میمده میرفته یه چوبی میزده میدویده میرفته خونه خودش آتیش درست میکرده. بگذاریم. بله میگه آفتاب پرست تشبیه خوبیست، خیلی ممنون. خب میگه که با این کاری که ترامپ انجام داد باعث شد که این نماینده‌های مجلس و اینا وقتی رفتن تو اون ساختمونی که قایم شده بودن اونجا، گفتن نه دیگه این نمیشه. این کسی که چون نخست وزیرم اونجا بود، به نخست وزیر گفتن نگاه کن، این چون دیروز بهش گفتی من نمیام قانون اساسی رو زیر پا بذارم، الان میدونست تو اینجا هستی، میدونست دخترت اینجاست، میدونست زنت اینجاست، میدونست ماها اینجا هستیم، ولی اون کاری نداره. آمریکایی‌ها میگن فلانی رو میندازه زیر اتوبوس، یعنی اگه قراره یه اتوبوس بیاد بزنه به خودش، شما رو هول میده جلو و این خودش بره عقب، چون شما با هول دادن یه نفر خودت میافتی عقب. این بچهای خودش اگه برسه میندازه زیر اتوبوس. شما احمق ها که هیچی. یه ایرانی تماس گرفته بود با من و اینها، تهدید کرده بود، من به پلیس زنگ زدم، شماره تلفن پلیس و کیس نمبر و همه اینا رو دادم تا براش فرستادم، گفت نه من که کار غیر قانونی نمیخواستم بکنم، به من بهتان نزن. بعد اون روزی که اینجا چی بود، گفت آقا ما اینجا هستیم، چرا نمیای همدیگه رو ببینیم؟ میخواستم بهش بگم احمق، من که مثل تو بیکار نیستم، من تو ساختمونی ولی دارم پول میگیرم، فیلم میگیرم. مثل تو بلند شدی احمق، بیخوابی و صبح زود بلند شد برو فرودگاه، یا شب قبل بلند شد بیا اینجا که چه کار کنی؟ از این ترامپ نادان، از این پسر معتادش سوال کن ما بیایم اونجا که چه کار کنیم؟ مگه تو نمیگی لا ان اوردر، قانونش و اجرا و رعایت؟ قانون 81 میلیون اون رأی آورده، 70 چند میلیون تو رأی آوردی، برو دنبال کاره. ولی تا احمق در جهان هست
خرمرد رند در نمیماند. بله بودن، حالا ببینیم چه کار میکنن، لابد الان از پس فردام یه چیز جدیدی را میندازن که بر رفتیم اونجا و پیروز شدیم و الی آخر. خب بذارید ببینیم دیگه براتون چی داریم. به خیر گذشت این بود که اونجا تصمیم گرفتن آقا نمیشه، چون اینا ریختن تو مجلس 3-4 ساعت عقب انداختن، ما بترسیم نریم، ما بر میگردیم. وقتی اونجا سکیور شد، سیف شد، امن شد، پلیسا آمدن و رسیدن و اینها، آقا این مردک نادان، ناخلف، فاسد، شارلاتان حتی نمیذاشت نشنال گارد، گارد ملی بره اونجا، تأخیر ایجاد کرد. حالا دیروز اومده میگه که من بلافاصله نشنال گارد فرستادم. یه فرمانداری داریم اینجا مال مریلند، آقای هوگن، واقعا این انسان چقدر شریفه. کسی که سرطان گرفت آمد جلو دوربین گفت من سرطان دارم، میرم چی میکنم، اگه اومدم اینجوری برای شما میگم که این کارها رو انجام دادم، اگه مردم بالاخره سلاحشم کردم. خیلی آدم خوبیه، کارهای مفید انجام میده، ریپابلیکنه، جمهوری خواهه، از روز اول گفت این ترامپ آمریکا رو به گوه میکشه، به جای گریت به گوه کشید و الان هست. هر کی میگه make America great again 4 سال ما زبونمون مو در آورد. آقا شما وقتی میگی again یا ترامپ نادان میگه remain peaceful، یعنی قبلا شما پیسفول بودید، صلح‌جو بودید، آرامش داشتید، همینجوری وایسید. دروغ میگه. وقتی میگه میخوام امریکا رو دوباره برسونم به اوج، ازش باید سوال کنی منظور چه سالیه، بدبخت. تو که ادعا میکنی خیلی میدونی، من حتی اسمتم نمیگم، چون میگن این آدمای پست فطرت ترسو وقتی اسمشون رو میگی خوشحال میشن و دوباره به همون کار غلطشون ادامه میدن که بعدم فردا عکسشون رو نشون بدی و الی آخر. اگه متوجه شده باشی الان چند مدت اینایی که میرن بمب میذارن و فلان اینا، تلویزیونا دیگه اسمشون و عکسشون و اینا رو نمیگن، نشون نمیدن، مگر اینکه از دستشون در بره. خب بگذاریم. و باعث شد اونا برگردن شب اونجا تا 3:30 صبح و خیلی از اونایی هم که میگفتن باید اعتراض کنیم اعتراضاتشون پس گرفتن، ولی هستن هنوز افراد خودفروخته، یکی اون حالی، یکی اون همین تد کروز، که تد کروز این مرده که زن هرزش آورده با سینه های قلابی، همه جای قلابی به تد کروز میگه نگاه کن این زنه از زن تو قشنگتره، ولی اون مردک عین خیالش نیست، گفت نگاه کن بابای تو رو توی دسیسه کشتن جان کندی بوده، ولی آمد تا همین آخری، حتی جورجیا و اینا هم رفت دنبالش. حالا ببینیم چه به سرشون میاد عواقب این همراه بودن، چون بالاخره شما اگر یه جایی همراه یه نفر بری که این بو گن میده، مثلا سیگار میکشه، حالا سیگاری ها بعدشون نیا، سیگار میکشه، شما وقتی هم با اون نیستی میای خونه خودت بو گن میدی، هنوز بو سیگار میدی. یه نفر سوار ماشینت میشه سیگار میکشه، وقتی پیاده میشه میره ماشینت بو سیگار میده، با بری از این بمبا بخری باورتون میشه یه چیزی اسمش بمبه، میخری $13 میذاری تو ماشین تا بو بره. آقای زمانیان عزیز خیلی ممنون که با ما هستین، این چیزای قشنگ و ما استفاده میکنیم در برنامه کانون آوا، و دیدم توی اون برنامه گفتی من برم یه چی بخورم به آبجوهای ما و شعیر و اینا، چی میگن حالا مطمئنی نان الکولیکه. خب امروز جمعه هست، بذارید یه مقداری موضوعاتی رو که قبلا نگفتیم و اینا چی کنیم. یک خانمی بعد از نمیدونم مثلا 27 سال با تخم فریز شده خودش رو حامله کرد. حالا این تخم فریز شده بعضیا مال خودشونو فریز میکنن، بعضیا مال فامیلشونو میگیرن، بعضیا همینجوری میرن تو بانکای چیزها و اینا، ولی حالا اونایی که مذهبی هستن و میگن این موجود از روز اول که به وجود میاد انسان آدمه، اگر سقط کنن آدم کشتن فلان، این تخم فریز شده که بعد از 9 ماه بچه دار میشه، این خانومه حالا بچهش دنیا که میاد 28 سالشه یا 9 سالش هم نشده و تازه به دنیا اومده، تخم فریز شده، خانم حامله شده، حالا این بچه چند سالشه؟ ترامپ و مافیا، دیدید که مافیاش یه عده آدم های بیسواد، یه عده آدم های ردنک گردن سرخ، یه عده آدم های هستن که اصلا خبر ندارن فلسفه به اصطلاح
دموکراسی توی آمریکا بر چه اساسی هست، انتخابات چه راهی داره، چه چیزایی رو گذاشته براش که تقلب نشه. من اون دفعه گفتم توی برنامه، خانم جیلانی آمده بود یه چیزی نوشته بود، میگم آقا خانم جیلانی شما بیا توی برنامه با یه نفر مصاحبه کن، ما ببینیم شما چجوری فکر میکنی تو 50 ایالت اینا تونستن یه دستگاهی بذارن اینجوری تقلب بشه و بعد بیان تقلب یه کاری کنن که الان تعداد دموکراتای چیز از بین رفت، توی مجلس کمتر شد، بعدم نتیجه اون انتخابات بشه 48-50 که باز عدو شود سبب خیر. از بس ترامپ به مردم جمهوری خواه گفت که این انتخابات تقلب میشه، مردم نرفتن از اون ور، دموکرات ها رفتن و اون دوتا نماینده هم انتخاب شدن دموکرات. برای اولین بار از جورجیا یه آقای سفید پوست، یه آقای سیاه پوست و اون خانمم که، و یه به قول خودش میگه جویش چایلد، یه بچه جودی، یه بچه کلیمی، اونم انتخاب شد و الان مجلس سنا آقای شیخی بود سوال کرده بود کی بود، 50-50 هستن و چون معاون رئیس جمهور آینده بایدن خانم هریس دموکراته، هر وقت اینا مساوی بشن تو رای گیری اون وقت اون میاد رای میده. پس میشه گفت، میشه گفت الان مجلس سنا دست دموکراتان، مجلس نمایندگان دست دموکراتان، خانه وایت هاوس هم که میفته دست دموکراتا. ولی یادتون باشه اگر شما این تاریخچه اخیر آمریکا رو بدونید، سال 2008 تا 2010 هم اول حکومت اوباما همین جوری بود، هر ستاش دموکرات بودن، ولی وقتی هر ستا دموکرات باشن هم خراب میشه و خراب شد و حالا این دفعه مردم امیدوارن دموکرات حواسش باشه، خیلی به خودتون قره نشین، مردم عصبانی نکنین که دوباره دو سال دیگه، چون این مجلس و اینا دو ساله، این هم یه مکافاتیه، آقا بکنین 6 سال، بکنین 8 سال، اونم یه ترم، هر کی گورش گم کنه بره دنبال کارش، اینا که بیاد 36 سال تو مجلس باشه تازه بعدم بیاد یه آفیس بزنه اونجا لابی بشه و دزدی و اینا. بیان برین تو واشنگتن، اگه اومدین شما نری این مجسمه و اینا رو نگاه کنید، برید این دفترها رو نگاه کنید، برید این چیزایی که لابی میکنن نگاه کنید، ببینید طرف نماینده مجلس اومده کنار خیابون نشسته داره سوسیس 2 دلاری 3 دلاری میخوره با یکی صحبت میکنه که اون قراره مثلا 10,000 دلار اگه این کار انجام داد بهش بده، همه دارن معامله میکنن. و ترامپ به اونایی که کم میدونه، به اونایی که نادان هستن، گفت من میرم این باطلاق رو تمیز میکنم، این اصلا مثل یک موجودی ویروسه، این مثل یک ویروسه که خودش تکثیر میکنه. چی میگفتیم؟ آمیب میکروب تکسلولی بود یا ویروس تکسلولی بود که خودش نصف میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه. یه نگاه به خانوادهش بکنید، خودش گفت من چیزام میدم دست بچه‌هام. خب چیزات دادی دست بچه‌هات، بچه‌هات هم آوردی اونجا، اصلا از لحاظ قانونی اشکال داره. خلاصه آمریکا به این نتیجه رسید که آقا باید یه تکونی به خودشون بدن و یه خونه تکونی حسابی احتیاج دارن. آخرینش این بود که با وجودی که اینا 4 صبح 3:30 صبح امضا کردن و مهر زدن و چکش زدن و همه دیگه قبول کردن که نخست وزیر بایدن میشه رئیس جمهور آینده، 4-5 صبح دیگه قرار شد برن خونه هاشون و 19 بیان، 20 جشن تحلیف و اینها، مراسم تحلیف، 21 برگردن مجلس. اینو شما داشته باشید. خیلی از اینا نرفتن، شهر رو ترک نکردن. اولا خیلی از اینا اینجا خوشترن، چون برمیگردن اینجا، خانم پیرزنیه اینجا 4 پسر جوان استخدام کرده تو آفیسش، آقای پیرمردیه 8 دختر جوان استخدام کرده، کجا بلند بشه بره تو خونه نمیدونم اوکلاهاما و فلان با خانمش که پیرزنیه بخواد زندگی کنه؟ میگه عزیزم کار دارم همین واشنگتن میمونم. ولی واقعا بعضی هاشون باید بمونن تا این تکلیف اون متمم 25 که وقتی رئیس جمهور توانایی نداشته باشه به دلیل مریضی، بیماری، عدم صلاحیت به اصطلاح سلامتی روان، اینها تصمیم میگیرن چی میکنن؟ کسی که میتونه تصمیم بگیره کابینت هست و
رئیس معاون رئیس جمهور که اینا هم خب همشون فاسدن که دوره این بودن و همه الان 3 روز دارن میگن خب شما چه فکر میکردین؟ فکر میکردین شما میتونید اینو درست کنید؟ برید ببینید ویدیوی آقای لینزی گرام که میگه من 4 سال با ترامپ وقت گذاشتم، امیدوار بودم درستش کنم، ولی دیدم enough is enough، این درست باشه نیست. یک بیناموس دروغگوییه که نگو نپرس. راجع به انتخابات تا 2 روز قبلش میگفت که تقلب شده. همچنین که اینا اومدن مجلس ریختن، شب که صحبت میکرد 5 دقیقه وقت داشت، گو آقا این جودیانی و اینا، هی من بهشون میگم آقا تو میگی 80,000 تا تقلب شده، 10 تاشو بیار، یکیشم نیوردن. ولی قبلش توی فاکس نیوز اینا میگه بله تقلب شده. اینا یه مشتی سیاستمدار که چه میگم، کلمه سیاستمدارم یه جا به جای داشتن استفاده میشه، یه جا مدار، یه جا به جای نداشتن. مثلا میگه مدار از روزگار چشم فلان، یعنی منتظر نباش، منفیه. ولی وقتی میگن سیاستمدار یعنی کسی که سیاست رو میدونه. چرا من نمیدونم یک کلمه مدار اینجوری استفاده میشه. این سیاست بازا اینا روحشون رو اول میفروشن وقتی میان به این جاها میرسن. یه آقایی که خودش تو ارتش بوده، جوون نسبتا، رفته و اینا، بعد اومده دیده چی کار میکنه. شما میدونید زن جورج بوش که یک مسئول، میدونید مثلا بعض شغلا هست تا شما میگی معلم آدم های فقیر تو نظرت میاد، میگی طرف مسئول کتابخونه است، آدم کتابخونه، عینک اینجوری و با درآمد کم و اینا. این خانم لاری بوش، لورا بوش تو کتابخونه بوده. حالا چجوری یک کسی که تو کتابخونه کار میکنه بیاد با یه آدم احمق بی سواد معتاد مثل جورج بوش دوست بشه و ازدواج کنه، بعد اونو عوض کنه و اینها بماند؟ ولی شما باورت میشه یه شرکت اینا درست کرده بودن، همین آب نمیدونم 10 سنتی رو توی عراق میفروختن به خود آمریکا، 7 دلار، 10 دلار و میلیاردها دلار این پول جمع کرد. چینی پول جمع کرد، دختر چینی پول جمع کرد، حالا قوم خیشای دیگه شون ما نمیدونیم. ولی با همه اینا باز جورج بوش پری روز آمد گفت آقا این کاری که این میکنه اینجور و اونجوره، و حداقل 2 کلمه حرف حساب زد که خیلی ها بهش گفتن یو شدب، برای که ما همه این چیزها رو از دست تو میکشیم، همه این چیزها رو از دست اوباما میکشیم. دوستان یادتون باشه اوباما با وجودی که مردم فکر میکردن سیاه هست، این خودش هیچ وقت فکر نمیکرد سیاهه. این میخواست حتی به دیگران ثابت کنه که من از شما هم سفیدترم، و کارایی کرد، آدم ها رو از آمریکا اخراج کرد، جنگایی که همینجوری نگه داشت و اینها. حالا اگه یه وقت خواستید بیان صحبت کنیم. خب و اما ترامپ و مافیارم گفتیم، اون بچه چند سالشه گفتیم، و کرونا روزانه بیش از 3,000 نفر، همین دیشب و اینها گویا 4,000 نفر کشته شدن. کی میخواد یا کی میخواد بهش برسه نمیدونم. من چند روز پیش رفتم یه ماشینی از یه جایی بیارم، ماشین نوی بود دیگه، مال 2021 بود، و وقتی نشستم گفتم حالا دیگه از تلفنم استفاده نکنم برای نویگیشن، آزاد باشه که یکی زنگ میزنه، زدم به این نویگیشن ماشین. وقتی زدم دیدم یه خانمی تو ماشینه، میگه بفرمایید. گفتم شما کی سوار شدی؟ من نفهمیدم، شوخی میکنم، ماشین چیز بود، آنستار روشن شد. گفتم که من نویگیشن رو چیز کردم، دست زدم، چرا آنستار روشن شده؟ گفت که ماشینای جدید برای که مردم تصادف نکنن و اینها، وقتی ماشینشون نویگیشن داره این سرویس مجانی میاد همراهش، و به جایی که هی اون بزنه A B C فلان و بیفته تو جوب و نمیدونم تصادف کنه و از جاده بره اونور، ما ازش میپرسیم شما کجا میخوای بری؟ اون مثلا میگه من میخوام برم دالاس ایرپورت، ما براش آدرس دالاس رو میزنیم، ازش پرسیم، همون دالاسی که تو ویرجینیا هست، همون پدرسوخته‌ای که دولت مصدق رو واژگون کردن، اون میگه بله ما چی میکنیم. خلاصه اینم هست. شرکت هالیبرتون قربونت برم، مگه 1 و 2 و 10 و 20 شرکت بود؟ همین وزیر ناخلف آموزش پرورشش ترامپ، برادرش اون شرکت بلک وادر، به نفت و اینا میگو بلک وادر، آب سیاه، اوکی، اونو باز کرده بود، سرباز اجاره میکرد،
میداد به اینا. من اون طرف دیدم میگفت که ایران افغانی ها رو میفرسته سوریه، بعد یه مصاحبه هم این مرده که مال افغانستان اومده انجام داده، چقدر ایرانی های نادون هی تعریف کردن آقا دیدی چه بلایی سر ظریف آورد. اینا همه کشور ها این کار انجام میدن. صدام حسین در زمان جنگ هم هواپیمای فرانسوی کرایه میکرد، هم خلبان فرانسوی و میفرستاد به سر مردم کرد نمیدونم داروی شیمیایی اینا بریزن. بعد اینجا آقا استخدام میکنه اسپانیشا رو، بهشون قول میده که شما بیا برو اونجا حقوق خوب بهت میدیم. به اسپانیشا مثلا میگه حقوق بهت میدیم مای 3000 دلار، برای هر کدوم از اینا مای 30000 دلار از دولت میگیره. بعد میخواهونه توی اتاقی چادر نمیدونم تخت سه نفره ازش پول بهترین هتل‌ها رو میگیره، بعد میگه اگه برگشتی زنده بهت گرین کارت میدیم. اون وقت طرف میگه آقا شما اینها رو تشویق کردید بره اونجا. خب معلومه، به طرف گفته آقا میخوای بری سوریه؟ طرف هم گفته من بیام اینجا بنایی کنم که از صبح تا شبم ایرانی‌ها بگن آقا به این کوپن نده، نون نده. بله میرم. چند میدی؟ گفتن اینقدر. بلند شد رفته. من نمیدونم این مردم چشون شده، دیوونه شدید؟ یه چیزی که گوش میکنید برید تحقیق کنید. یه نفر امروز صبح برای من فرستاده بود که این خانم نمیدونم چی فرح ایرانیه. گفتم فامیلی فرح بیشتر عربیه، بذار نگاه کنم تحقیق کنین. نگاه کردم دیدم این اصلشون از سوریه اومدن، پدرش سوری آمریکاییه یا پدر بزرگش از سوریه اومده، بعد میشه سوری آمریکایی، بعد میشه آمریکایی، تمام میشه میره. اینم مسکت چیز کرد، چون در چند روز گذشته نزدیک به 10 نفر از اطرافیان ترامپ رفتن. البته اینا دلیلشون نیست که اینا آدم های خوبی شدن یه شبه، دلیل خوبی نیست به این خاطر این کار حمله به مجلس اینا فهمیدن. دلیلشون اینه که میبینن آخر دوره ترامپ، میگن ما زودتر بریم تا جاهای دیگه کار بگیریم تا همه اینا نیومدن کارا رو بگیرن. همه سوء استفاده، چی؟ همه فاسد و الی آخر. خب اینجا نوشتم جوک ما، بعد میگم خدایا جوک ما چیه؟ نگو جک ما. جک ما اسم بنیانگذار علی باباست. علی بابا میدونی که یه چیزی مثل آمازونه و یک فکر کنم چینیزه، چینی، یه آقای میلیاردر چینیه. بله این آمد و یه وبسایتی درست کرد و اینها، میلیاردر شد، الان چند مدت غیبش زده. من برای دوستیم گفتم که خیلی ما شانس آوردیم، شغل و مقام و اینا نداریم، نگران باشیم پولمون چی میشه، نمیدونم مواظب باشیم، هر جا دلمون خواست با هر کسی میریم، آزاد هستیم. قدر این آزادی رو بدونید. تو برنامه قبلی یا آقایی که 30 سال اول اسیر مجاهدین شده چون سرباز ایرانی بوده، باورتون میشه یه سازمانی ادعا میکنه ما میخوایم مردم ایران آزاد کنیم، بعد بیاد سرباز ایرانی که بدون حقوق بلند شده از کردستان اومده برای ایران میجنگه، اینو بگیرن اسیرش کنن ببرن بعد توی اون اسارتگاه انقدر تو مغزشون بخونن که آقا شما اگه بیای به مجاهدین بپیوندی چنین و چنان، و این بنده خدا رفته پیوسته. میگه در تمام این 30 سال به ما توهین میکردن، هی به ما میگفتن اسیر جنگی، به جایی که بگن آقا تو رفتی برای مملکت جنگیدی. بعد میگه تا حالا هم که اومدیم بیرون هی میگن اینا نمیدونم خائنن، مزدورن، فلانن، بیچارن. در هر صورت این مسئله بهش گفتم که شما داداشش از سنندج تماس گرفت تو برنامه قبلی و گفت که اینجوری اینها. گفتم نه آقا شما اشتباه میکنی، اینها قدر آزادی رو بیشتر از من و شما میدونن. شما دیدید این اصلا بولارا صبح میاد تو کالیفرنیا یه کلاهی میکشه سرش، عینک میزنه، سیبیل مصنوعی میذاره فلان که نبیننش، که میخواد بره یه کافی بخوره، با همه اینا 100 تا عکس شب میفته، ولی من و شما اصلا کس کاری به اون نداره، میریم کافی میخوریم، میریم نمیدونم با دوستامون بیرون. خلاصه این قدرشو بدونید، حسرت نخورید. صحبت از حسرته. هیچ وقت شما داشتید، من یادم یکی از فامیلای ما مادرش ازدواج کرد و اون بابا خب نمیخواست این پسر بزرگی تو خونه باشه و اینها، فرستادنش مدرسه شبانه روزی خارج.
و من الان به خودم میگم ما عجب احمقای بودیم. ما پیش خودمون میگفتیم آقا این چه زندگی خوبی داره، نه تو سرما نه تو گرما، نمیخواد از خونه بیاد بیرون بره مدرسه، بوردینگ سکول میگن، همون مدرسه‌ای که شاه هم رفت و دیدید که حتی دیپلم هم نتونست بگیره. این وقتی میرن اونجا، خب خوابگاهشون همینجاست، از تو سالن میان میرن صبحونه میخورن، بعدم میرن سر کلاس. ما حسرت میخوردیم. یه فیلمی هست به نام بانو، اگه اشتباه نکنم 1370 ساختنش اینه، یعنی مال 29 سال پیشه. یکی از دوستان لطف کنه لینکش رو از یوتیوب بذاره اینجا، چون چند تا کیفیت خوب و بد داره. متاسفانه من توی تلویزیون تماشا کردم، کیفیتش خیلی بد بود، ولی توی یوتیوب نگاه کردم، گفتم نگاه کن. من اونجا نگاه کردم با اون کیفیت بد، اینجا کیفیتش بهتره، کامل نیست، خوب نیست. این فیلم بانو رو نگاه کنید تا از دریچه دید یه نفر که پدر و مادرش فرستادنش خارج بره توی مدرسه های شبان روزی تحصیل کنه، اون بهش چی گذشته، اون چه تعریفایی میکنه، و بعد حالا چجوری اون اومده ایران، همون پدر و مادره رفتن خارج. یعنی قسمت اینجوری بود. فیلم جالبیه، نکات بسیار خوبی داره، و برای پتیک فرستادم. پتیک یه چیزایی برای من گفت از این فیلم که من شاخ درآوردم. براش نوشتم اگه من 7 بارم نگاه میکردم این نکات رو متوجه نمیشدم. دوستان امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای نیساری هستیم و به جای فرزاد، آخه فضائل یه مدت اسمش گذاشته بود فرزاد، حالا فرزاد نیساری رو میخواستم بگم فرزاد عزیزان. فضائل اسم به این قشنگی، یونیک، یعنی اصلا یونیک یعنی نمونه، تنها. در هر صورت با آقای فرزاد نیساری هستیم و شما در حین برنامه اگر سوالی دارید، نظری دارید، میتونید هم با فیسبوک خودشون هم با فیسبوک اینجا تماس بگیرید، بنویسید، من میپرسم و مطمئنم که برنامه خوبی خواهیم داشت. در هر صورت صاحب علی بابا فعلا پیدا نیست، حالا یا مخفی شده یا ربودنش، یا بعضی وقتا خود اینها میرن یه جایی یه مدتی میگن ما میخوان یه مدتی قایم بشیم، دوربین رو سرمون نباشه. یه فیلمی اتفاقا این همشهریمون هم هست، اسمش الان یادم رفته، داره فیلم درست میکنه، 125 تا کمرا دوربرش هست که میخواد یه تبلیغ درست کنه، 125 تا. حالا من چند مدت 2 تا کمرا گذاشتم این ور اون ور، میخوام به شما برنامه رو 3 کمرایی اجرا کنم، بعد میگم برای چی آقا، من همینم که از این ور نشون بدم، همینم که از اون ور نشون بدم. حالا هم که دیگه الحمدلله مهمون نمیاریم اینجا به خاطر کووید و اینا، با دوستان با چیز هستیم. بله، میگن که من هم حتما فیلم بانو رو میرم میبینم. نه آقا اینجوری قبول نیست. اولا میری میبینی، تو ایران هرچی پول میدی برای سیدی و اینا با پولش کمک کنی به تلویزیون مردم، این یک. دو، من بعد با نظرتو بگی میرم میبینم که فایده ای نداره. البته اینشون گفته بارها نظراتشو نوشته، ممنونم، نظرتو بگو یا تماس بگیر با فیسبوک پیام بذار تا ما هفته آینده در موردش صحبت کنیم. والا من دوست دارم بیشتر درباره این چیزا صحبت کنم تا درباره سیاستی که نه شما میدونی نه من. هر کی فکر میکنه سیاست رو میدونه بیاد اینجا با هم صحبت کنیم. هر کی فکر میکنه مثل این مجریای تلویزیونای لس آنجلسی اینا میگن چی ما خودمون گفتیم یه کاسه چی میگفتن توش نگاه میکردن، این اینا میگن کریستال بال، اینا میگن من اون شیشه کریستال که خود ما میگیم کریستال، شیشه های مخصوصه کریستال بال، میگن ما اون توپ شیشه ای رو نداریم که توش نگاه کنیم آینده رو بگیم. ولی توی ایران گویا توپ و اینا نبوده، یه کاسه بوده آب میریختن توش، طرف نگاه میکرده، بعد حتی به اونم که مثلا پول داده فالگیر اومده میگفته نگاه کن تو این، کسی رو میبینی؟ اون نگاه میکرده میگفته بله. گفته کیو میبینی؟ گفته یه احمقی که آمده به تو پول داده که عکس خودم رو تو آب ببینه. بماند این فیلم ها رو که شما تماشا میکنی، من میخوام نظرات شما رو هم بدونم. مثلا یه موضوعی همین که طرف پوز میداد که آقا بچه ما رفته خارج، آقا اینایی که از جوونی می اومدن خارج همشون یه نوع بدبختی و عقده دارن،
خیلی هاشون اصلا اون آغوش گرم خانواده، آقا اگه دستت شکست بیا برات نمیدونم تخمرغ و گل و آزارچوب و اینا، نه دستت شکست چی شده مادر جون؟ خب بهش نمیگفت که دست شکسته، پس مجبور بود غم دست شکستنش خودش بخوره. ولی ما اگه یه زخم اینجامون میشد، صد نفر از دوستا گرفته تو مدرسه تا فامیل و اینا همه با خبر میشدن. توی ایران میگن آینه بینی. خب ببین اینم دیگه یه جوره، آینه بینی یعنی چی؟ تو آینه کیو میبینی؟ خودتو میبینی. مگر اینکه اتفاقا خیراندیش توی فیلمی نقش این جادوگر نه فالبین و اینا رو اجرا میکرد و اونم قشنگ بود به یه جورای. فیلم های خیراندیش، گوهر خیراندیش همشهری منه، یه جورایی خوبه ولی یه جورایی لوس و بیمزه است. یه جایش دیگه خیلی زیاد شورش میکنن، ببخشید به جای بیمزه باید بگم خیلی شورش میکنن. ولی اوکی، فعلا که با فیلم خانه امن منو حسابی سرگرم کردی، روزی نیم ساعت میرفتم قدم میزدم دیگه نمیتونم برم. آها، من الان به خاطر کرونا ویروس تو خیابون که میرم حتی اگه ماسکم زدم ببینم این خانمه داره میاد با گالسکه با بچهش، میرم ایور میام اینا. چند مدت پیش یه تلویزیون کوچولویی گذاشتم پایین، تردمیلم دارم و قشنگ برنامه ها رو اونجا نگاه میکنم. شما از این بهتر که دوتا کار رو در یه زمان انجام میدی و راه رفتنت رو هم به اصطلاح سکریفایز نکردی یا ازش نگذشتی. قشنگ یه کفش راحت میپوشی، حتی با جوراب و اینا میتونی راه بری، پای برهنه اگر دوست داری، مثل قدیما پای برهنه فوتبال بازی میکردیم اینا، شما میتونی قشنگ روی این تردمیل هم شما از $50 میتونی بخری تا $5,000. یکیش بالا میره پایین میاد، گفتم آقا ولمون کن، اگه میخوام بالا پایین برم بیشتر راه میرم. 45 دقیقه نیم ساعت روزانه راه بری، تلویزیون هم قشنگ جلوته، کانالتو نگاه میکنی. من وقتا جادجودی، اپرا، این چیزها رو نگاه میکردم راه میرفتم. الان این فیلم های ایرانی رو حسنش هم اینه که دیگه وقتی داری یه فیلم نگاه میکنی یه ساعت روب، یه ساعت و نیم داری میری، تندم نمیخواد بری. چرا؟ رهروان است که آهسته و پیرسته رود، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. خب و اما بیایم سراغ بابا نوئل. خب چرا ما میگیم بابا نوئل وقتی اینا میگن سانتا کلاوز؟ من نمیدونم، ولی جواب احمقهایی مثل پرویز صیاد که نقش صمد رو بازی میکرد و فکر میکرد شاخ غول رو شکنده، بعضیا میگن چیز غول رو شکنده، من نمیدونم آدما چیکار چیز غول داشتن، حالا شاخ غول شاخه میمده میزده مجروحشون میکرده، ولی میگه فلانی چیز غول رو شکن. این صمد اولا میگن این داستان و اینا رو دزدیده، پرویز صیاد توی چی هم نوشته از کی دزدیده. میدونید که خیلی وقتا هست شما یک کتابی رو مینویسی میبری میدی، مثلا آقای اکبری یک کتاب مینویسه میاد میگه سوربی تو این برای من نگاه کن ببین چه جوریه. من میام وقتی نگاه میکنم یه نسخه ازش میگیرم، یه کپی میگیرم، بعد بهش میدم میگم ببین این صفحه اینو اینو این اشکال داره برو درستش کن، یا میدونی من چطور شد وقت ندارم مریض شدم برو بده به یکی دیگه، میذارمش دوباره سر کار. زمانی که این میره آقای اکبری یک کسی دیگر رو پیدا کنه که به اصطلاح تدوین کنه این کتابو یا ویراستاری کنه یا تصحیح کنه، من میرم یه نشریه ای میگم آقای ایکس من این داستان رو دارم. ماجرای صمد و لیلا و اینا این بوده و حالا چه کار کرد؟ تازه چه کار کرد؟ دردای مردم رو بیشتر میدونی. شما یه وقت میبینی یه نفر درد داره، طرف میاد بهش میگه چیزی نیست خوب میشی، اون اگه دردم داشته باشه سخت تر شده باشه روش نمیاد دیگه چیزی بگه، میگه آقا این که چیزی نمیگه، میگه خوب میشی. ولی یه نفر درد داره میاد داد و بیداد میکنه، اون بیشتر داد میزنه. صمد درد و داد و بیداد مردم رو زیادتر کرد، نابرابری رو به قول معروف میگن پروژکتور گذاشت روش، یا گذاشت اگراندیسمان کرد. اگراندیسمان هم فکر کنم کلمه اروپایی نباشه، چون اینجا میگن انلارج. بله، بزرگ کرد اینا رو، نشون داد نارضایتی ها اینا ایجاد شد. یعنی یکی از دلایل
انقلاب مردم همین فیلمای لوس و بیمزه اینها بود. حالا آقا اومده تو 80 سالگی برای من و شما مفسر شده، اونم چه افتضاح، یه چیزایی میگه که اصلا آدم خندش میگیره، ولی بعضی ها اینا رو باور میکنن. حالا بیاین این آقای منصور تایید، منصور تایید هم کمدینه، هم هنرپیشه تئاتره، هم باهائیه، به اصطلاح نمایش‌های مختلفی ایجاد کرده، درست کرده، اجرا هم کرده، به نام مثلا یکیش اینه که من جاسوس نیستم. میگه آقا باهایی ها این باها اونجا نمیدونم فلان، اصلا اسرائیل نبوده، حالا اسرائیل بعدن اومده اونجا شده و ما تصادفا اونجا هستیم، اینجوری اینا. برنامه‌اش نگاه کنید، ویدیوهاش نگاه کنید، ولی یه فیلمی ساخته جدیدن، اینو با هم ببینیم یه چند لحظه‌شو صبر کنید. این چیز دیگه بگید، آهنگ هرچی من بخوام کوچیکش کنم این کوچیک نمیشه. نه صبر کن، بذارید لینکش براتون بذارم. این آقای منصور تایید، شاید بهتر باشه صفحه رو کامل بزرگ کنم نشونتون بدم، یه دو دقیقهشو بذارم. اینه، به خاطر کرونا و اینا ریش گذاشت، بعد من به خودم گفتم حتما این میخواد یه تئاتری چیزی هم اجرا کنه، و حالا که اینو دیدم، دیدم این نمایش رو درست کرده، یه نمایش خیلی کوتاه و ولی خیلی مسئله رو به اصطلاح عمیق دقت کرده و عنوان میکنه. یه لحظه اجازه بدید من اینجا این رو بنویسم، ویدیو رزولوشن کپچر ریشیو بگم 1:33 یا بگم 1:70 و اینا ریخته به هم سیستم ما متاسفانه. یک لحظه 1:76. آها اینه، ببینید، دارید میبینید دیگه، با هم گوش کنیم. دموکراسی آزادی رفتی کجایی؟ غر کردی تو رفتی پیشم نیایی، دنبالت اومدیم به ینگ دنیا تبعیض و من اینو براتون پخش میکنم از این هفته تا هفته آینده، بعد این روی مردم tv.com پخش میشه، روی تویچ پخش میشه، ولی روی فیسبوک براتون گذاشتم از 2-3 روز قبل، اونجا میتونید ببینید، روی روی فیسبوک خودشون هست میتونید ببینید. اولا این اجرای اولیش میدونید که مثل اون ویالون زن روی پشت بام هست که راجب ترادیشن اینا میگفت که گویا تو روسیه راجب ازدواج و اینا بوده، ولی این میاره وصلش میکنه به آقای پرویز صیاد، وصلش میکنه به افرادی مثل میبودی، وصلش میکنه به دیگرانی که هوادار ترامپ شدن و نمیدونن هم چه خبره، همینجوری میان سمپاشی میکنن و حاضر نیستن با هیچ کم حرف بزنن، چون نگرانن نکنه یه چیز درستی از طرف یاد بگیرن. پس این امپلیفاید، بله امپلیفاید هم باز همون کلمه هست، وقتی یه چیزی رو میخوان صداشو زیاد کنن یا تو بلنگو کنن بهش میگن مگافون یا امپلیفاید، اینها امپلیفای میکنن. و این دوست دارم هر کسی برنامه این ویدیوی آقای منصور تایید رو میبینه یه یادداشت کوچیک چند خطی برای من بفرسته توی فیسبوک با ایمیل، ایمیلمون هم هست info@mardomtv.com، یا با تلفن پیام بذارید که آقا من اینو دیدم، ایشون کاملا درست میگه، نه خیر ایشون درست نمیگه، پرویز صیاد درست میگه و الی آخر. خیلی ممنون. میگه که جناب صوبی آخر سر کارت رو کردی و ترامپ رو انداختی بیرون از کاخ سفید. ببینید آقا، کاخ سفید همون جوری که گفتم، اینا که میان حقیقتا مثل مستاجری هستن که انقدر وضعشون بده که مردم ازشون اجاره نمیگیرن. بعد درباره ترامپ، چون خودش و پدرش سیاه‌پوستا رو
از آپارتمان ها مینداختن بیرون، خونه های کهنه رو میخریدن، خونه های بزرگ میزدن، بهشون میگفتن اینجا خونه که درست شد بهتون اجاره میدیم و بهشون دیگه اجاره نمیدادن. جوک ساخته بودن که ترامپ هنوز هم سیاه‌پوستا رو از خونه هاشون میکنه بیرون و میاد اونجا، یعنی اوباما رو میکنه بیرون، کرد بیرون و اومد اینجا. ترامپ زنش اصلا میگفت چیه اینجا؟ ترامپ خودش گفت This is shit house. به وایت هاوس، آخ کسی که همه آپارتمانشو برداشته تو نیویورک کرده طلا، خب معلومه که حالا میاد به وایت هاوسی که صد خورده سال کهنن، 200 سال کهنن، میگه شت هاوس. و وایت هاوس میدونید یه بارم آتیشش زدن و من کاری نکردم، ترامپ خودش کاری کرد. اینایی که جنایتکارن، اینایی که دزدن، یکی از چیزاش اینه که انقدر این کار رو ادامه میدن تا بکفایر یا عکس العمل کارشون برمیگرده خودشون رو میگیره. 3 دقیقه دیگه با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود، اجازه بدید که بریم و ببینیم که ایشون جریانات ایران. این هفته هفته خیلی شلوغی بود، اون سقوط یا نمیدونم چی بگیم، وقتی ایرانی خودش موشک میزنه به هواپیمای اوکراینی میندازه پایین، فکر میکردن حالا چون قاسم سلیمانی کشته شده هواپیما آمریکاییه، بعد حالا میان میگن نه فقط یه نفر این اشتباه کرده و اینها. از اون و سالگرد قاسم سلیمانی بود که چه کردن در عراق و در ایران و چه پولا خرج کردن، چه پلاکارتایی درست کرده بودن اینها، ولی مردم هم از اون ور اقرار میکنن. طرف گفته بود آقا با این پلاکارت ها میشه 40 تا کشور رو آباد کرد. ای بابا، ما اینجا جاده های آمریکا که میریم از همه، برو نیویورک ببین چه خبره، اون تایم اسکوار، دم تایم اسکوار. پس آدم بیاد بگی با این چراغا اینجوری نیست، ولی از اینکه اینا پول و حیف و میل میکنن، اون 2 میلیون پول میده، بعدم این امید نادان احمق میاد توجیهش میکنه، بعدم دوست خوب من آقای بها ابهری تازه میاد ویدیوش برای من میفرسته میگه نگاه کن، میگم خب آقا این چه چیز جدیدی گفت؟ دوستان تو رو خدا این پیامای خصوصی رو خصوصی نگه داریم، هر آشغالی دستتون میاد برای من نفرسی، هر فیلمی رو میبینید برای من نفرسی، یه چیزایی رو عمومی میخواید بذارید روی صفحه های عمومی دیگران هم ببینن، یه چیز خصوصیه. مثلا شما میخوای یه برنامه بگیری، تو قسمت خصوصی تماس میگیری سوربی من 2 ساعت برنامه میخوام، کی بیام؟ اینا اتفاقا دوستانی قرار هست که بیان. بعد آقای شاهین فاتحی کجا بودی کاکو؟ چند مدت ازت خبری نبود. خب خیلی خوشحالم که اینجا هستی. این دوره ترامپ، من همیشه گفته بودم این نیز بگذره. قبل از اینکه با آقای نیساری باشیم، من یه چیزی براتون نشون بدم. نه بذارید بریم آقای نیساری باشیم و برگردیم. زدم میساری. آقای نیساری، جمعه است، موقع میگساری هست، به جای نیساری نوشتم میساری. راستی از شما بپرسم چرا به شما میگن نیساری؟ کجا بودی؟ کجا هست که نی هست؟ نی هم یه چیزی ها، اگه یه دونش تو خونتون یه جوری تصادفاً درست بشه دنیا رو برمیداره، مثل نعنا هست. ساعت 2:59 است، اب نداره زودتر بریم بیشتر از ایشون استفاده کنیم تا منم جرعه ای آب بنوشم وقتی که ایشون اینجاست. خیلی خوشحالم. اوکی آقا، از این دوربین های چیز داری یا میگرده مثل که شما رو پیدا میکنه دنبال فیس ترکه؟ بله خیلی هم خوب. حالا صحبت از دوربین شد، دوستان اگر دوربینی دارید که قدیما با فیلم و اینها های کوالیتی ولی الان ازش استفاده نمی کنید، بذارید برای تلویزیون مردم، چون تلویزیون مردم میتونه از اون دوربینه به عنوان، چون ما که ضبط نمی کنیم باش، ما فقط وصلش می کنیم به کامپیوتر. خب بذارید ببینیم که اینم از این. دوستان عزیز، با دوست خوبمون همشهری گرامی آقای فرزاد نیساری هستیم و ایشون یکی دو هفته ای هست که خبری ازش نبود، گرفتار بودن این ور اون ور، ولی الان اینجا هستن. آقای نیساری من سلام میکنم به شما، سال نو رو بهتون تبریک میگم. این هفته اول سال 2020 رو شما چگونه میبینید؟ ضمناً اون قسمتی رو که من گفتم یه نفر گفته من این 7 روز آزمایشی رو میخوام پس بدم، آبونه نمیخوام بشم، به نظر میرسه سال 2021 بدتر از سال 2020 هست، شنیدید یا نه؟ و
جریانات ایران، جریانات آمریکا، اینها رو چگونه میبینید؟ این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، با شما هستیم. زنده و پیروز سلام، من میرسه؟ بله بفرمایید. بسیار با درود بر شما آقای سوربی، مهمانان گرامی، با درود بر هممیهنان گرامی که این برنامه رو نگاه میکنند، با درود بر استادانی که به من درس زندگی آموختند و به ویژه با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، سرباز میهنم ایران در خدمت مردم ایران. زنده و پیروز. خب آقای سوربی، مطالبی رو که راست کردید من به طور کلی به تک تک اونها فکر کنم بپردازم، البته نه همشون، ولی همون جور که اگر دقت کرده باشید در یکی دو هفته گذشته من در فیسبوکم بحثی رو پیش آوردم در رابطه با یک شخص به نام آقای علی جوانمردی و ابراز کردم که ایشون متاسفانه مشکل پیدا کردیم با ایشون و در برابر ما یک جور حرف میزنن و در برابر دیگران به طور دیگری. این جریان رو چرا من پیش آوردم؟ علتش این هست که مردم ما در حقیقت همون جور که من بارها گفتم بازیچه دست شدن و شعبده‌بازی های بسیاری در برابر اینها پیاده شده و من رو یاد برنامه تلویزیونی سرکار استوار و به قول بعضی ها مراد برقی و اگه یادتون بیاد در زمان جوانی ما با اون چیزها ما رو سرگرم نگه می داشتند و امروز هم این جریانات واقعا راه خودش رو باز کرده و رسانده به زمینه به اصطلاح سیاسی درون ایران و مردم ما هم متاسفانه علی رغم کلاهایی که سر ما گذاشته شده بعضی هامون هنوز بیدار نمیشیم، بعضی هامون هنوز در خوابیم. من یادم هست که البته این رو بایستی بگم پیش از اینکه از یاد ببرم و اون این هست که ما پیشرفت بسیار جدید و نوعی رو در درون جنبش دیدیم که بسیار خوب هست و امید به آینده روشن رو به ما میده. متاسفانه درصد رشد این آگاهی، درصد رشد آگاهی منظورم این است که به مرور زمان در چه زمان کوتاهی و ما چه مقداری به اصطلاح یاد میگیریم، راندمان این بسیار پایین هست. سرعت این رو بایستی بسیار کنیم که ما آنچه را که در 100 سال گذشته یاد گرفتیم 100 سال دیگه وقت نکنیم که صرف کنیم که از دوباره همونها رو بیاموزیم، یعنی دوباره آزموده را دوباره آزمودن در هر صورت خطاست. ولی جنبه مثبت این هست، یادم هست در 1357 همون جور که در قبل هم گفتم رژیم خمینی سر کار آمد و به خاطر درگیری هایی که در محل و غیره ایجاد شد در رابطه با اینها خب کار به جاهای باریک کشید. در اون زمان هنوز 1-4 ماهی بیشتر از انقلاب نگذشته بود و هنوز یک مقدار چجوری بگم دموکراسی نیمه به اصطلاح آب بندی شده ای در اختیار مردم بود. هنوز مردم سر چهارراه ها که می رسیدن به همدیگه بفرمایید می گفتن، یعنی چراغ راهنمایی را هم بالاخره کنار گذاشته بودن و احترام همدیگه را نگه می داشتن و کم کم کار به جایی رسید در عرض 5-6 ماه که کار به اونجایی رسید که هر کسی که با آقای خمینی مخالفت می کرد می گفتن آقا جان محکوم به مرگه. یعنی در زمان 1357 پس از گذشت 57 سال سلطنت پالانی، پس از گذشت نزدیک 70 سال از انقلاب مشروطه، ما به جایی رسیده بودیم که با گرفتن قدرت به اصطلاح به دست مردم و انقلاب کردن هنوز برای خیلی ها مشهود نبود که اینها دزدند و اومدن و خودشون جاسوس به اصطلاح اجنبی و بیگانه هستند و در حقیقت همه آخوندهای امام سیاه خودشون هم نسبت به ایرانی اجنبی هستند. من وقت اون مسائل رو در اون زمان ابراز میکردم به من حمله میکردند و کار رو به اصطلاح به تهدیدهای جانی میکشیدند. حالا من از مملکت اومدم بیرون به دلایلی، یکی میگه تبعید شدم، یکی میگه خودم رها کردم، یکی میگه سفر کردم، به هر صورت من اومدم بیرون. ولی از همون روز اوانی که اینها سر کار اومدن من با اینها در افتادم. حالا ما کاری نداریم، مسئله این نیست که من در بیام بگم که آقا من از دیگران زرنگترم. خیر، من به خاطر اعتقادات و برداشت‌های تاریخی و قومی خودم و برخوردی که رژیم پیشین و به اصطلاح این رژیم در رابطه با اقوام ما انجام میداد و در رابطه با اقوام دیگر شناخت از اینها داشتم. حالا
این مسائل گذشته 42 سال از اینها گذشته، امروز وقتی من اعلام میکنم که آقا فلان کسک یک کاسه ای زیر نیم کاسش هست و در رابطه با مردم ایران بایستی ما 10 برابر حواسمون به اینها باشه، باز از دوباره همون حملاتی رو که در سال 1357 به من میشد انجام میدم، منتها با یک تفاوت، رشد کرده به این صورت. در زمان 1357 کسی نمیومد بگه آقا جون علت اینه که شما نسبت به اینها اعتراض داری چی هست. درسته که تحصیل کرده ها و فرهیخته ها در اون زمان با هم بحث داشتیم و بحث میکردیم، ولی حتی اون فرهیخته ها وقتی ما توضیح میدادیم که آقا اینها واپسگرا هستن، 1400 سال از زندگی عقب هستن، ضمناً دست نشانده هستن، میخوان مردم رو بکوبن، آن کرا که به اصطلاح شاه نکشت اینها میخوان به اصطلاح قلع و قمع کنن، هر غلطی که اون نکرد اینها میخوان بکنن، یا اگر دستش باز شده بود اینها دستشون الان کاملا بین مردم باز نیست و میخوان این کارا رو انجام بدن. اون موقع کسی کمتر کسی میپرسید که آقا چرا این مسائل رو ابراز میکنی، فقط میخواستن گردن تو رو بزنن و بکشنت بالای دار، کما اینکه بسیاری از مبارزان ایران رو که همانند من مخالف با اینها بودند، هزاران نفر رو بهتر از من رو بالای دار کشیدن و از بین بردن، هرچند که به اصطلاح تحصیل کرده بود از ایران فراری دادند، چون مملکت ما مملکت مستعمره است و اصلا نبایستی درش دانش پیشرفت بکنه. حالا امروز پس از گذشت 42 سال تواداران این آقای به اصطلاح جوانمردی میگن آقا شما دلیل بیار، مدرک بیار. این نکته بسیار مثبتی است، یعنی واقعا ما رشد سیاسی ما رو نشون میده که آقا برعکس سال 1357 که هر کسی هر چی میگفت گوش نمیکردن و بالای دار میکشیدن، الان هموطن ما در میاد میگه که آقا خیلی خوب بیا بگو که مدرکت چی هست، به چه اساس و بر چه اساسی شما همچین صحبت هایی میکنی، اینها تهمت هست، افتراء هست، غیره هست. و از این بابت من تبریک میگم به هموطنانم و بحث رو به اینجا میکشم که هموطنان گرامی، ما نبایستی به هیچ کس اعتماد کنیم. مشکل و یکی از اساسی ترین علتهای شکست ما همین هست که ما به یک فرد اطمینان میکنیم، ما به جای اطمینان به برنامه های به اصطلاح سازمان ها، به جای اطمینان پیدا کردن به خواسته های سازمان ها، در حقیقت یک نفر رو که فکر میکنیم آدم درستی هست میپذیریم، حالا هر کاری که این کرد میگیم حتما علتی داره و حتما دلیلی داره. خب همون جور که شما از من مدرک میخواید و میگید آقا چرا افترا میزنی، بایستی از اونشون هم مدرک بخواید و بگید آقا جون چرا ایشون به شما تهمت میزنه. حالا اوشون بعد بحث میکنه که آقا هر کسی که اومد به من تهمت زد که من نبایستی برم جواب بدم، این کاملا میتونیم بگیم که به اصطلاح به عقل جور در میاد، منتها به همین سادگی ها هم نیست. حالا مسئله به اینجا رسیده که خب به چه ترتیب ما میتونیم به این مسائل برخورد کنیم و چرا من یک همچین مسائل رو پیش کشیدم. اون زمانی که انقلاب شد آی سوربی، من و شما یک جوان 20 22 23 ساله بودیم، الانی یک جوان 60 و چند ساله هستیم. جوان هستیم. بله. میگم هنوز هم جوان هستیم. آفرین. البته بزنم به تخته. ما در استان فارس آدم‌های بالای 100 بسیار داریم. بنابراین ما هنوز نیمه زندگی هستیم. حالا این مهم نیست. مسئله این است که ببینید این مسئله رو که من پیش کشیدم مسئله بسیار مهمی هست. 42 سال گذشته، آزموده را دوباره آزمودن خطاست. ما مردم ایران بایست این رو درک کنیم که بیگانه فهمیده که نمیتونه بیاد همانند آفریقا یا همانند افغانستان یا همانند بعضی از کشورهای به اصطلاح مشابه کس بیگانه دیگری رو که مشخصا بیگانه هست بر سر ایران بگماره. بنابراین موظف هست برای دزدیدن این خانه از دزدی که در خانه هست استفاده کنه، اون دزد در رو باز کنه، این دزد بیرونی بره تو خانه رو بدزده، بعد بیان بیرون با هم دیگه شریکی بخورن یا یک چیزی هم به اون بدن. حالا بحث ما بر سر این است، منتها با این تفاوت که آقا من از روز اول گفتم عمامه سیاه یعنی اجنبی، عمامه سفید یعنی خود فروخته به اجنبی، و مردمی که مثل من و دیگران و هر کسی دیگری که مسلمان بوده یا هست فریب خورده دست این دا هستیم.
این در رابطه با هر سازمان و هر گروهی درست است. حالا برگردیم به سر اصل مطلب. شما نگاه کنید تمام تلاش این سازمان‌ها در 42 سال گذشته در ارتباط با مخالفت با رژیم کنونی بوده، هنوز هم هست. هر روز یک سازمان میاد، یک سازمان میره، یک فرد میفته، یک فرد میره. اونجوری اگه یادتون باشه اون آقای محترمی که میومدن در رابطه یک چند مرتبه ما هم دیگه صحبت کردیم در برنامه شما، متاسفانه عمرشون رو دادن به ما و رفتند و از این اتفاقات بسیار میفته. آقای مینویی رو شما میگید؟ آقای پرویز مینویی؟ بله بله آقای پرویز مینویی. ببینید این مسائل رو ما وقتی زنده هستیم بایستی بگیم، وقتی که مردیم که دیگه گذشته از ما رفته. بس در این هست که بیگانه میگه آقا جون اگر زورم نرسید به این مردم، میگذارم یک نسل از اینها که میدونستن در قبل سر نیاکان اینها چی اومده از بین برن، نسل جدید رو میام تحمیق میکنم. حالا این برنامه اینها هم شده همین. حالا شما نگاه کنید، یک کسی داریم به نام مهره خودفروختهی به نام روح الله زم، بالا برین پایین بیاین، هر کسی بخواد بیاد نمیدونم روش قسم بخوره بگه نخیر آقا ایشون رو کشتن، فلان کردن، بلان کردن، آقا سعید فلانی رو هم کشتن، نمیدونم اون علی اکبر رفسنجانی رو که من از زمان انقلاب میگفتم این مداح شاه بوده، دو ماه بیشتر توی زندانش نکردن که براش آبرو بخرند، در حقیقت قهرمان سازی میکردن، اوشون رو هم گرفتن خفه کردن، پسر آقای خمینی رو هم گرفتن کشتن. پس یعنی اونها با این سیستم نبودن و برای این سیستم بودن. خیر، اینا مهره سازی هست. حالا جنبه نکته مهم این مهره سازی ها چی هست؟ ببینید آقای روح لازم مدعی است به دروغ یا به درست 1.5 میلیون نفر رو دنبال خودش کشیده. آقای به اصطلاح امیر فخرآور زجرآور میگه 1 میلیون رو دنبال، حالا یه به دروغ یا به درست. حالا آقای جوانمردی هم در همون زمره نزدی میگه، ادعای میکنه که نمیدونم 0.5 میلیون یا 1 میلیون رو به دنبال خودم کشیدم. حالا من کاری ندارم، زنده باشم بکشن، ما ایرادی به این کارها نداریم و حسادت هم نمیکنه. بحث ما این هست شعبده بازی تا کی و مردم فریبی تا کی. جلوی اینها بایستی بایستیم. چرا بایستی جلوی اینها بایستیم و چگونه بایستی جلوی اینها بایستیم؟ شما خودتون صحبت کردید از قاسم سلیمانی. امروز یک برنامه میدیدم که در سر یک بازاری یا هر جایی که بود، یادتون میاد در شیراز دروازه اصفهان کارگرایی که میخواستن کار کنن صبح زود میستادن، هر کسی که میخواست بیاد کارگری چیزی پیدا کنه از اونجا برمیداشت میورد برای کار، یادتون میاد؟ بله بله. آفرین. اینها هم حالا در همون محلی که کارگرای ایستادن اتوبوس آوردن، اتوبوس اینها رو سوار کردن، به اینها یک کیس نفر یک کیسه برنج دادن، بردن برای یادبود به اصطلاح مرگ این آقای قاسم سلیمانی قاتل جوانهای ایران. خب این من رو به یاد انتخابات زمان شاه انداخت که کیسای برنج می آوردن یک جایی انبار میکردن، میگفتن هر کی بیاد آقا رای بده و انگشت بزنه روی این 5 کیلو هم برنج بهش میدیم، من یادم هست. بنابراین این سیستم ها رو ما بایستی جلوی این سیستم ها بایستیم. حالا صحبت ما با این آقایون این از جنابان، ما ایرادی به اینی که مثلا سلطنت طلبه ها رو من مثال بزنم، من ایراد ندارم که آقا ایشون سلطنت طلبه هست، من ایراد به این نمیگیرم و نمیکوبمش که چرا نسبت به ایدهش فکر میکنه که سلطنت طلبگی خوبه. من ایراد ندارم که فلان کسک نمیدونم مدافع تجزیه شدن ایران هست، ایراد دارم ها، ولی ایراد به این نمیگیرم که ایشون نظرش این هست. من به نظر اینها احترام میگذارم که آقا هر فرد یک رأی، هر فرد حق انتخاب داره. اون جایی که من با اینها ایراد پیدا میکنم، اون جایی که من در مقابل اینها میستم، اون جایی که هموطنان ما بایستی در مقابل اینها بیستن، این هست که در گفته یک چیز میگن، در عمل یک چیز دیگر. آقای سلطنت طلبه میاد میگه آقا جون من نمیدونم فلان ایران رو میخوام، بلان ایران رو میخوام، ولی دستش نمیدونم در دزدی و نمیدونم چپاول و نوکرمنشی و مملکت به باددهی و همه اینها هست. وقتی هم که مدارک رو جلو اینها میگذارید، تازه طلبکار هم هستن و مدارکی رو و اتفاقاتی رو که در تاریخ ایران افتاده و ما با گوشت و پوست خودمون حس کردیم، اینها میان میزنن زیرش و میگن که خیر همچین چیزی نبوده، شما دروغ میگید. یعنی وقاحت و بیشرمی تا چه حد. حالا همین آقای علی جوانمردی در برابر به استرام بولا میکروفون دیگران بارها به پته پته افتاده و از بردن نام خلیج فارس سعی کرده حذر کنه.
همیشه میگه خلیج. من بحث من با ایشون این هست، آیا شما کرد هست، البته شما کرد ایرانی هستی یا کرد عراقی هستی؟ در قاموس فرهنگ من هر کردی ایرانی است، هر جایی هم که کرد هست ایران هست، هر جایی هم که ایران هست متعلق به کرد هست. بنابراین و ایشون هم برنامه رو وقتی میذاره برای کردهای عراق نمیگذاره، اگرچه در کردستان عراق ایشون برنامه‌اش اجرا میکنه، ولی این برنامه رو برای فوری فوری برای مردم ایران میگذاره. بنابراین بر چه اساسی در مقابل همسایه های ما صحبت از خلیج میکنه، در رابطه با ایران که میرسه میگه خلیج فارس، اون هم به زور؟ اینا بحث داره، اینا بایستی باز بشه، علت اینا چی است؟ ایشون در به اصطلاح همون روزنامه های موجود در درون آمریکا مدعی استقلال کردستان هست. در قاموس من یک ایرانی استقلال کردستان با خودمدیریتی فرق میکنه. اگر در درون ایران هر ایرانی یک رأی، هر ایرانی حقوق مساوی، هر ایرانی میتونه نماینده خودش رو انتخاب بکنه، نه مثل زمان پالانی ها، نه مثل زمان این به اصطلاح مارزاده های اونها، نه مثل حکومت های قاجار که نمیدونم هر کسی رو میخواستن انتصاب میکردن، بلکه هر منطقی چه در فارس، چه در اصفهان، چه در تهران، چه در سیستان و بلوچستان، مردم با خودمدیریتی نماینده های خودشون رو انتخاب کنن، شهردار خودشون رو، استاندار خودشون رو، معلمین خودشون رو استخدام کنن و سر کار بگذارن و از حقوق مساوی برخوردار باشن. این صحبت استقلالی که ایشون میکنه یعنی تجزیه. حالا بحث من در این نیست که آقا ایشون چرا تجزیه طلب هست، بحث من این هست که تو که تجزیه طلب هستی چرا میزنی زیرش؟ تو که در حقیقت منافعت به جای دیگه وصل هست، چه تفاوتی بین اون به اصطلاح کسی هست که در تلویزیون بی بی سی که ما میدونیم چه بلایی بر سر مردم آورده و از کجا آبش خور و کجا آب میخورن، چه فرقی داره بین اون و کسی که کارمند وایس آف آمریکا هست، صدای آمریکا هست؟ من ایراد به این نمیگیرم که چرا اینها اونجا کار میکنن، همون جور به کسی که در داخل ایران در فلان وزارتخانه، در فلان نمیدونم شهرداری، در فلان استانداری داره کار میکنه یا در ارتش داره کار میکنه و میخواد برای زن بچه‌ش نون ببره خونه. ولی اگر در اومد گفت که آقا جون من دارم اونجا کار میکنم و حقوق میگیرم، ولی در حقیقت دارم میخوام در راه فریب مردم هم کار کنم، اونجا به من بر میخوره، اونجا به هر ایرانی توهین میشه. بنابراین در چنین مواقعی بایستی جلوی اینها ایستاد. آقای قاسم سلیمانی رو نتوپار کرده به اصطلاح دولت آمریکا یا هر کسی که به اصطلاح پشت اون مسائل بوده. حالا فرهیخته‌های درون ایران که در حقیقت دیدن که آقا ایشون رهبریت سپاه دستش هست و در قتل و کشتن فرزندان ما در به اصطلاح با پشتیبانی از رژیم استحکام بخشیده به این رژیم، یک دفعه میشه قهرمان مردم. اینها درست نیست. من بحثم این است که هم وطن فرهیخته من، هم زبان فرهیخته من، اگر شما فکر میکنی که ایشون به اصطلاح قهرمان هست، بعد نیا فردا از دوباره توی برنامات اعلام کن که ضد رژیم هستی، نیا اعلام کن که ضد این حکومت هستی. شما از کسانی که این حکومت رو سرپا نگه داشتن، از کسانی که این سیستم به اصطلاح استعمار رو بر ایران روا داشتن داری دفاع میکنی و اینها درست نیست. بنابراین نکته مثبت برخورد ما با آقای جوانمردی این هست که هموطنان ما به جای به اصطلاح تهدید و مرگ، برعکس سلطنت طلبه ها اومدن اعلام کردن که مدرک میخوان. مدرک هم فراوان هست، منتها وقتی که به پای مدرک میرسه میگن آقا جون ایشون نیازی نیست، بیاد مدرک به شما نشون بده. ما به حقانیت ایشون اعتقاد داریم. بحثی که من با اینها میکنم این هست، اگر به یاد داشته باشید آقای روح الله عزم 1 میلیون خورده، اون آقایی بود که اومده بود به نام ریستارت رو شروع کرده بود، آقای حسینی نامی، اوشون الان کجاست؟ اون دلغک بابا، اون ملیجه آقای خودش کشیده بود. آقای نیساری، آقای فخرآور، آقای نیساری، اون حسینی ملیجه که خود آخونده بود، اون محمد حسینی یا چیز همون ریستارت که میگید، اول هم اومد اینجا واشنگتن یه مش چرخی دوربر صدای آمریکا و نمیدونم فخرآور و اینا دید چیزی نیست، بعد اون مسخره بازی رو راه انداخت که یه چند تا جوان بیچاره رو به خطر انداخت. همین الان یه آقای تنازی که ایشون هم همشهریمون هستن و شیرازی هستن میگن اگه میشه من بیام رو خط، متاسفانه نمیتونیم، اگر قرار بود که
اینجوری باشه باید از قبل تماس بگیریم تا من سیستم رو یه جوری بذارم که شما یه طرف باشین اون یه طرف، بعد باید کسی که مثل آقای نیساری از قبل وقت گذاشته، دو هفته پیش قرار امروز رو گذاشته به عنوان احترام، ایشون بتونه مهمون قبول کنه یا نه، ولی خب ما میتونیم نوشته های شما رو برای ایشون بخونیم. آقای نیساری، اگر یه کسی به شما بگه خب اون نوشته 1,000,000 حالا داره یا نداره، شما چند نفر دارید؟ شما جوابتون چیه؟ بحث من این است که من یک نفرم ندارم و این بحث در رابطه با یک نفر نیست. این بحث در رابطه با این حسای سربی، این بحث در رابطه با این سر. عمق این بحث بسیار مهم است. فراموش نکنید در تاریخ ما نوشته انگلیسی ها برای ما نوشتن، اجنبی برای من و تو هموطن نوشته که آقا رضا قلدر بزدل با 98% آرا به پادشاهی رسیده. همون اجنبی در 1357 بدون وجود کامپیوتر در درون ایران، بدون وجود به اصطلاح سیستم سریع آمارگیری، اومده اعلام کرده که 98% به خمینی رأی دادن. حالا در کل شیراز اعلام کرد که 300 نفر بر علیه خمینی رأی دادند. پرسش من از شما این است هموطن، چون من به یکی از اون 300 نفر بودم پس رأی من اشتباه است و اون 98% رأیشون درست بوده و بایستی 40 سال دیگه از همین ها بخوریم؟ خیر، وظیفه هر کسی در رابطه با وطنش، در رابطه با مردمش، در رابطه با هموطنانش، در رابطه با فرزندان کنون و فرزندان آینده ایران این هست که حقیقت رو همان گونه که هست بگم. بهترین سیاست، سیاست راستی است. بهترین راستی، درستی است. درستی و راستی هم پیروزی میاره، هم شادی، هم آینده رو برای مردم ایران درست روشن میکنه. بنابراین من اصلا برام مهم نیست که یک نفر بیاد بگه که آقای نیساری شما یک نفر پشت سرت هست اشتباه میکنی، ولی ببین ما پشت سر هم داریم بهت فحاشی میکنیم و توی به اصطلاح فلانجا به این حمله میکنیم، یاد بگیر که تو داری اشتباه میکنی. خیر، اگر آقای خمینی هم اون موقع، من یادم هست در میبرم در شعار میدادم جلاد ننگت باد و هر آن امکان داشت که بگیرن من رو از بین ببرن، کما اینکه اومدن توی همون سینما آریانا بود سر اون به اصطلاح پاساژه با مسلسل به همه ما شلیک کردن و ما مجبور شدیم که فرار بکنیم. این است که من هیچ به اصطلاح ناراحتی از این ندارم که یک نفر پشت من هست یا میلیون ها نفر پشت من هستن. اینجا بحث اینی که ما چند نفر داریم اونا چند نفر دارن نیست. اگر بر این قرار هست ما مردم ایران بایستی بهتر بریم خفه بشیم و بمیریم، چون تعداد کسانی به اصطلاح من این رو میگم مثلا در سال نمیدونم 1357 98% به اصطلاح اونا به آقای خمینی رای دادن پس بمیرید و سر بگذارید زمین، همچین چیزی نیست. بنابراین این پرسشی که میکنن شما چند نفر دارید به بحث بربود میشه، ولی اون زمانی هست که من مثلا یک نیروی مبارز در برابر رژیم هستم، بعد 10 نیروی مبارز دیگر هم که خواهان دموکراسی، خواهان آزادی، خواهان به اصطلاح پیشرفت ایران هستند در حال مبارزه هستند. انتخابات حزبی آزادانه صورت گرفته در دموکراسی و حالا هر حزبی نماینده خودش رو میگذاره، هر منطقه مردم خودش رو انتخاب میکنه و بر اساس اون انتخاب کسانی که حد اکثر رأی رو آوردن میرن جلو و شرکت میکنن و زمام امور مملکتشون رو به دست میگیرن. در حال حاضر که ما در مبارزه برای این رژیم هستیم بایستی زلال کنیم، بایستی شفاف کنیم، بایستی روشنگری کنیم. نترسیم از اینکه یک نفر هستیم، بترسیم از اینکه هموطن ما و مردم ما فریب جربوزه ها و جرسومه هایی کسایی رو بخوره که به اصطلاح کاسه زیر نم کاسه شون هست و کلاهبردار هستن. ما میتونستیم بنشینیم و بگیم آقا ای بابا این آقای رئیس‌داد هر کی که بود حسینی بسیار آدم خیلی جالبی هست، چه جالب 1,000,000 نفر رو جمع کرده پس بریم زیر پرچمش، همچین چیزی نیست، همچین پرسش هایی درست نیست. البته پرسش هر کی میتونه پرسش کنه، ولی پاسخ به اینها این نیست که بله چون تعداد زیاد هست پس ما ساکت میمونیم. آقای نیساری اجازه بدید، این سوال همین دوستون پدرام طنازی بود، ولی شما یه چیزی رو گفتید من لازم میدونم دربارش صحبت کنم. فخرآور 1,000,000 جوانمردی، 500,000. دوستان دفعه دیگه که برنامه جوانمردی رو نگاه میکنید دقت کنید، اولش وای میسه تا تصویرش بره رو فیسبوک یا هر جا، بعدن شروع میکنه. یعنی این هیچ کس نیست حتی کمکش کنه
یه تکنیک ساده ای که الان چندین ساله. من یادم اولی که ما شروع کردیم میشمردیم مثلا تا 14 بعد ما میره روی ای بودیم، ولی نمیمدیم همینجوری زل بزنیم تو چشم شما بیننده تا بعد سلام کنیم. این یک. دوم، من آقای فخرآور 1 میلیون، فخرآور کسی که گفت کتاب آیت الله رفیق 3 میلیون فروش رفته. دوستان 3 میلیون کتاب، اونم کتابی که به ایرانی نوشته شده باشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی گورو بابای آدم دروغگو. این یک. بعد اگر کسی به شما بگه آقا اینا اصلا پول گرفتن چیز کنن، شما چرا وقت تو تلف میکنی با اینا؟ شما بیا حرف خودتو بزن و ما انقدر آگاهی داریم که تصمیم میگیریم اونا درست میگن یا شما. شما جوابتون چیه به این گونه افرادی که میگن؟ شما بیا حرف خودتو بزن و بذار مردم انتخاب کنن. ببینید، در قسمتی از این گفته های این هموطنان ما درست هست که شما بیا حرف خودت رو بزن، اونها هم حرف خودشون رو بزنن و بذار مردم انتخاب بکنن. ولی به همین سادگی نیست. اگر زندگی به همین سادگی بود، اگر آقای خمینی اجازه میداد که ما هم بیام صحبت بکنیم و جلوی صحبت ما رو نمی گرفت، مسئله که حل بود که خمینی میمد صحبت خودش رو میکرد، ما هم صحبت خودمون. این آقایون اگر جلوشون نیستید، میان با تعداد جمعیت بسیاری که فریب دادن قدرت رو به دست میگیرن و به قول یکی از دوستای ما که در بلژیک به دست همین رژیم ترور شد، با قدرت ازدواج میکنند. وقتی با قدرت ازدواج کردن، چون فرهنگشون فرهنگ به اصطلاح تازی اسلامی هست، منظور من اهانت به کسی نیست، چون فرهنگشون فرهنگ کهنه و به اصطلاح عقب مانده اسلام هست، با قدرت ازدواج میکنند و طلاق بده نیستند یا و جدا بشو از این قدرت نیستند. بنابراین اگر ما الان که اینها قدرت رو نگرفتن، اینها رو به اصطلاح نیاریم جلو و نشون ندیم، نشون باید بدیم که اینها در عمل به دموکراسی اعتقاد ندارند. اینها حرفشون با عملشون یکی نیست. وظیفه هر ایرانی است که علاوه بر گفته های خودش که باید حتما هم بگه و مشخص کنه تفاوتش رو با اینها، در این حال بایست اینها رو هم افشا کنه و توضیح بده که تفاوت اینها چی است و چرا به اینها نبایستی اعتماد کرد. ببینید، دروغ یکی از چیزهایی است که در تاریخ ما ریشه داره، در سنگ نوشته های به اصطلاح در تخت جمشید و پاسارگاد و غیره، نه حالا تیزفون جای دیگه حبس نوشته آجون پروردگارا سرزمین من را از دروغ محفوظ بدار. حالا چرا از دروغ محفوظ بدار؟ آقا شما که خائن هستی و وطن فروش هستی، شما که تجزیه طلب هستی، شما که اومدی به عنوان تعیین کردی که آقا برای قشقایی ها، بدونی که از من بپرسی، رفتی تعیین کردی که میخوای برای قشقایی ها سرزمین بگذاری، برای بلوچ ها سرزمین بگذاری، برای فلانکسک سرزمین بگذاری، بعد مفهوم قوم و ملیت و همه اینها رو قاطی پاتی کردی، خودت نمیدونی چی داری میگی و اومدی به اصطلاح ریشه نفاق در بین ما ایرانی ها میندازی، اعلام کن که آقا خواستت تجزیه ایران هست. ولی مگر میکنه؟ خیر، اگر بیاد بکنه، اگر خمینی در میمد و میگفت که آقا قبل از این که بیاد در درون ایران که تمام این چیزهایی که من میگم دروغ هست، نه بعد از این که قدرت رو گرفت که میگه تغییر کردم، در حقیقت تنقیه میکرد و اعلام میکرد که آقا حقیقت خصلتش چی هست. و اون حاج محمد رضا پالانی کتاب ایشون رو بین ما جوانها پخش کرده بود قبل از اون که ما بخونیم و ببینیم چی هست و این چه کثافتی داره در درون ایران میاد. مسلما ما به یکم چین چیزهای گرفتار نمیشیم. دشمن هرگز حقیقت رو نمیگه. اگر بیاد به یک آقا جون من بیگانه هستم و دشمن شما هستم و میخوام بر شما حکومت بکنم، که اون رو فقط با جنگ و زور میتونه انجام بده، مثل مثلا آمریکا که رفته عراق رو گرفته یا دیگری که به کشور دیگری حمله میکنه. بنابراین به همین سادگی نمیاد اینها رو بگه. این وظیفه من و شما هست که روشن کنیم. باید وظیفه ما هست، باید همزمان با گفته های خودمون روشن کنیم که آقا جان اینها خصلت و به اصطلاح واقعیت کاری اینها چی است. حالا ایشون ببینید، وقتی که میاد صحبت میکنه به عنوان خبرنگار مستقل صحبت میکنه، خودش هم میگه خبرنگار مستقل. اگر خبرنگاری به چسب به خبرنگاریت، دارید از وایس آمریکا حقوق میگیری، ایرادی نداره، ولی وقتی حقوق رو گرفتی
حالا اومده میگه خیلی خوب اجازه دارم که به عنوان خبرنگار مستقل هم کار کنم. من فکر کنم آقای نیساری، من فکر کنم ایشونو از وایس آف امریکا اخراج کردن و همون آوا تیوی یه افرادی پول جمع میکنن ایشون رو روی ایر میارن. ضمناً این دوست ما میگه که میشه هفته آینده باشم، من از ایشون خواهش میکنم چون صفحه شما رو نشون میدم با شما تماس بگیره و اگر مایل باشید برنامه های تو تلویزیون مردم داشته باشید، چون ایشون جوونه، یه نسل از من و شما جوونتره و من واقعا مایلم که یه کم جوونترا بیان. یه چیزی که شما گفتید و نکته قابل توجهی هست، شما میگید که اینجوری هم نیست که هر کسی هر چی گفت بگیم خب آزاده، یه نفر باید بیاد بگه این که اینو میگه منظورش اینه. همین که شما الان مقایسه کردید با اون حرفی که خمینی زد و میگید اگر خمینی اول آمده بود گفته بود ما میخوایم زنها رو اینجوری توی چادر کنیم، آزادی رو اینجوری از بین ببریم، اینا هیچ کس بهش رأی نمیداد. ولی افرادی اگه بودن مثل شما میگفتن اینی که اینجوری میگه منظورش اینه، اون وقت ممکنه ما به فکر فرو میرفتیم. آقای شاهین فاتحی حتما شما میشناسید، ایشون یکی از افرادی هست که روی فیسبوک چیزایی مینویسن خیلی کوتاه، مفید، مختصر و پرمغز و بامعنی. نوشتن که آقای جوانمردی معجزه اپوزیسیون هستن، ایشان علیهم السلام تنها کسی است که از اخبار جلسه فوق محرمانه دو نفره خامنه ای و رئیسی خبر افشا میکنه. من گمان میکردم آنجا حتما توی زیر شلوار رئیسی هست که شنود میکنن، اما خبر دادن با اهالی از ما بهترون مراوده دارن. اگر از جوانمردی نمیترسید لااقل از جنها بترسید. بابو نوشته که آقای نیساری، مردم ایران هنوز همان مردمن، انسان پرستند و همیشه نیازمند بود. آقای تنازی نوشتن متاسفانه این آقا قبول ندارن که این آقایون رو تو این 10 سال اخیر توانستن آقایونی مثل زم و فخرآور جوانمردی مردم رو روشن کنن و با بینش و دانایی بالا آگاه کنن و تو این 10 سال اخیر چند بار این آقایون باعث فعالیت مردم شدن. من اینو میخوام از شما بپرسم، ولی قبل از شما من از آقای پدرام میپرسم 10 سال مردم رو فعال کردن، مردم چه کار کردن؟ از جمشید شارمهد گرفته تا جوانمردی تا همون حسینی دلقک تا زم چه کار کردن؟ آقای تنازی شما که اهل شیرازی، این شارمهد یه آدم مفلوک بدبخت مریض الان، حالا گرفتنش اونجا حتما به التماس افتاده باید یه کارایی برای آخونده انجام بده تا آزادش کنن، چه کار کرد به غیر از این که حسینیه شیراز رو منفجر کرد، چند نفر رو کشت، هم از این و چند نفرم دستگیر کردن، اونا میکشن از اون و. خب بیا بگو چه کار کردن. اگه آقای فخرآور 1 میلیون طرفدار داره چرا نمیگه یه روز بیان تو خیابونا رو ببندن؟ آقای تنازی نکن عزیزم، شما شیرازی هستی، نمیخوام به دیگر شهرها توهین کنی، ولی باید یه کمی شعور، فهم، اینها هم یه حرفی بزنه که پشتش منطق باشه. میگن همه چیز رو شعاری اجرا نکنید، شعوری باشه. جواب شما چیه به این دوستان که 10 سال گذشته اینها این کارا رو کردن؟ بعضیا باور دارن تازه باعث شدن مردم به اصطلاح به خونه هاشون برن و به حرف دیگران گوش نکنن، ولی شما نظرت چیه؟ آفرین. ببینید نکته بسیار جالب اینجا نهفته است. شگرد اینها این هست که میان یک حقیقت رو میگن، چیزی که یعنی انکار کردنش غیر ممکن هست و اتفاق افتاده و حقیقت هست، در کنار اون 9 تا دروغ رو سوار میکنن، بعد این دروغ ها یک به یک مشخص میشه، مردم رژیم از این دروغ ها استفاده میکنه، بعد میاد میگه که دیدی فلان جا گفتن فلان چیز هست ولی ببینید نیست. مثلا اعلام میکنه که آقا شنیدم که آقای به اصطلاح خامنه ای بیزه سمت چپش باد کرده زده به سینه سمت راستش و امکان داره هر آن چشم راستش نمیدونم کور بشه. خب و یک دفعه 10 روز بعدش یا 5 روز بعدش یا همون روز یا فرداش ایشون میاد بیرون و در به اصطلاح ملای عام شروع میکنه به صحبت کردن. مردم میگن آقا جون این چه خبر هست، اون درست بود یا این درست بود؟ بعد از مدتی وقتی که ماها که در حقیقت ایستادیم و خبر درست رو فقط داریم میدیم بیرون، وقتی خبر میدیم مردم میگن ای بابا اینا هم از همونا هستن. بعد اینها رو کردن شعبده بازی، یعنی مردم بیکار نشستن
ببینن که آقا جون اینا چی میگن، وقت صرف بکنن. ببینید من اون ده طرفه قبل گفتم، نمیدونم در جمع شما بود یا جای دیگری صحبت بود، وارد یک رستوران شدم، جشن ایرانی ها بود، وارد رستوران شدم نشستم خوراک بخورم، اون کسی که غذا سرو میکرد اومد گفت که آقا جون صحبت شد و گفت بله آقا من از طرفداران بسیار سرسخت امیر زجرآور هستم، میگفت فخرآور. البته وقتی من توضیح دادم که این امیر فخرآور چه کسی هست و چه خیانتی داره مرتکب میشه، به جای به اصطلاح تکیه کردن بر مردم ایران رفته از بیگانه تقاضای کمک میکنه و غیره و دستش رو دست امین هاست و در حقیقت داره کلاهبرداری میکنه، ایشون از صرف قضا به من خودداری کرد و من مجبور شدم مهمانی رو رها کنم، ترک کنم. ببینید چه جالب است، یعنی واقعا اینها روی مردم خوب اثر میگذارن. من ایرادی، یعنی بالاخره بعضی هر کسی طرفداری داره، هر کسی دنبال یک چیز هست. یک نفر ممکن از کراوات ایشون خوشش بیاد، یک نفر از کت ایشون خوشش بیاد، یک نفر از نمیدونم موهای ایشون خوشش بیاد، ولی حقیقت این امر این هست که آقای سربی این حرفی که شما زدید کاملا ریشه هست. یعنی آقا جون با این 1 میلیون نفری که شما مدعی هستی داری چه کار کردی؟ حالا من میگم چه کار کرده. ما در تلاش اینی که نیروها رو بکشیم بیرون در مقابل این رژیم به نگه داریم، به اصطلاح ایمن نگاه داشتن جان و مال اینها بسیار برامون مهم است. یعنی میگیم آقا جون هر ایرانی خودش یک رهبر، نیازی نیست شما بیاد سر اون چهارراه فلان زمان، این رو بارها بحث کردیم، نیازی نیست شما بیاد سر فلان چهارراه بیستی و فلان کار رو کنید، مگر اینکه مسئله به خصوصی باشه. ولی برای درگیری با این رژیم، درگیری رو در رو با این رژیم، نبایستی اینها بدونن که شما کی هستید. در صورتی که اینها قشنگ اعلام میکنن که آقا فلان روز در فلان ساعت در فلان نمیدونم محله های شهر دور هم جمع شید و دست به تظاهرات بزنید، یعنی حتی اون نیرویی که آغشته شده به اصطلاح سوخت انقلاب و هر آن امکان داره با یک جرقه زدن در مقابل این رژیم بسته، اونها را میارن شعله بهشون میزنن و به اصطلاح کارهای کسایی که توی به اصطلاح نفت این چیزا هستن میگن گاز اینها رو میکشن و از دوباره اینها رو گاز کشیده راهی خانه میکنن. یعنی در حقیقت به جای اینکه 10 تا از این نیروها بیان به اون درجه احتراق برسن که بتونن بر علیه رژیم حرکت کنن، اینها رو تک به تک میکشن بیرون و میارن توی به اصطلاح عمل و اینها رو خونسا میکنن، برمیگردن خونه. شیر اطمینان به اصطلاح این دیگه بخار هستن. آقا دیگه بخار، آقا اون به اصطلاح گرم کنی نمیدونم آب گرم کنی که در خانه شما هست یک شیر فشار داره، اون شیر فشار وقتی که فشار از یه حد معینی گذشت اون شیر باز میشه که این فشار بره بیرون که اون فشار داخل به اصطلاح آب گرم کنه هنوز بتونه کار بکنه. اون فشار آب گرم کنه داخل همون رژیم هست، اون شیر اطمینانش اینا هستن که هر زمانی که فشار بر مردم زیاد شد و نمیتونن دیگه تحمل کنن، یک جای اینها رو رها کنن و این فشار رو کم کنن که از دوباره رژیم سر کارش بمونه. نبایستی ببینید دو هر چه که ما زرنگتر میشیم، هر چه که ما با تکنولوژی جلوتر میریم، کما اینکه در عرض 10-15 سال گذشته به خاطر همین اینترنت و غیره و رسانه‌های جمعی مردم اخبار بیشتری به گوش اینها میرسه، هر چقدر که ما در این راه سواد و دانش بیشتر جذب میکنیم و کسب میکنیم، دشمن هم ریاکارتر و فریبکارانه تر با ما برخورد میکنه. نتیجه کار مهم هست. آقا خواست ما این هست که این رژیم رو برکنار کنیم. همین آقای به اصطلاح روح الله اعظم میگفت اصلاح طلبی کار درست است. در حقیقت رژیم میگه آقا جون من میدونم که شما میخواید من رو از کار بندازید، ولی نمیخوام اشتباه شاه رو بکنم. یعنی شاه هیچ راهی برای خودش نگذاشته بود مگر اینکه یا بمونه سرکوب کنه یا اینی که بالاخره بره کنار، کما اینکه هر دفعه فرار میکرد. ولی اینها میگن خیر، ما بایستی کاری کنیم که اگر به جایی رسید که خواستن مردم ما رو بکوبند، اون اصلاح طلب ها که میتونن اسلام رو هنوز نگه دارن و استیلای مذهب بر مردم ایران رو نگه دارن و مردم ایران رو هنوز خنگ و به اصطلاح خرافاتی نگه دارن، بیان سر کار که ما هنوز زنده بمونیم و این رژیم رو یک جوری نجات بدیم. اینا همه دستشون تو دست هم است. روح الله اعظم کارش همین بود و همین آقای ناجوان مرد هم در حقیقت به مردم میگفت آقا جون روح الله اعظم کارش درست است، این روح الله اعظم اصلاح طلب است، میخواد این رژیم از کار بندازه. خیر، اصلاح طلب مردم ایران پاسخ اینها رو دادن گرامی. مردم ایران گفتن نمیدونم فلان کسک بلان کسک، اصلاح طلب نمیدونم عوام گرا، کار شما تمومه.
یه همچین چیزایی به اینا شعار دادن. بنابراین تا دیگه تمام ماجرا این پاسخ مردم ایران هست. منتها در این بین بسیاری از جوانان مثل خود شما امروز فریب اینها رو میخورید، همون جوری که هموطن گرامی من بسیاری از ما جوانها در 1357 میومدیم در درون خیابون و میگفتیم یا مرگ یا خمینی. من خودم نوعی رو میذارم کنار، ولی میلیون ها آمدیم در خیابان و فریب اینها رو خوردیم. آیا باید از دوباره فریب بخوریم چون آقای خمینی با کمک اجنبی زرنگ بود که ماها رو دنبال خودش بکشه؟ آیا ما نبایستی در بیان بگیم که آقا جون اون زمان فریبکاری گذشته و ما بایستی ببینیم در عمل این انسان ها برای ایران و ایرانی چی میخوان، برنامه کاری اینها چی است؟ اینا بیان بگن آقا جون فردا که قدرت در درون ما عوض شد، مردم ایران چه حق و حقوقی باید داشته باشن؟ همشون در میان میگن که آقا جون فعلا دراندازیم بعدن تعیین میکنیم. اینا نسیه هست، نسیه گرفتن نیست. حکومت و قدرت و حق نقد باید بگیری، نمیتونی وایسی تا باید نسیه بستار چیز بدن. بنابراین بایستی روشن شد، بایستی بیدار بود. بسیار ممنونم آقای نیساری. اجازه بدین یه دوستی که فقط اینجا شعار میده من بهش بگم که اگر در رابطه با موضوع و مهمان برنامه صحبت نکنن، من اینجا ننشستم که شعارهای مزخرف شما رو، شاهی که مرده بنویسی چاپید شاه جاوید شاه، پاک کنم، شما رو بلاک میکنم. به اصطلاح از این فرصت استفاده کنید، اگر نظری دارید مثل یک انسان پیشرفته باشعور نظرتون رو بنویسید. صحبت از انسان پیشرفته باشعور شد. آقای طنازی میگن که نه اصلا نگفتند که زم اصلاح طلب نیستن. کی نگفته؟ ولی ما فریب شما رو نمیخوریم. من راحت دارید دروغ میگویید. خب آقای نیساری که گفت امشب به خودت بمب ببند برو توی شاچراب، شما نر فریب ایشون نخو. پس این یک. دوم این که در رابطه با اصلاح طلب یه چیز دیگه هم میگفتن، بله دیگه تمام ماجرا منظورشون تندروا بودن، اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. ببینید آقای نیساری، به خاطر اینکه ما متاسفانه درس پالیتیک و اینا نداشتیم، علوم سیاسی نداشتیم تو ایران، آگاه نیستیم. خود من یکی از اونایی هم که به دوستان میگم آقا من تنها کسی هم که میام میگم من نخوندم نمیدونم. شما میگید اولا نمیدونید نخوندید، نمیدونید هم نمیدونید، هی ادعا میکنید. این اصلاح طلب، اصولگرا، تندرو، رادیکال اینا که خیلی هاشم اصلاحات فرهنگی خارجیه، یه جورایی اومدن توی فرهنگ ما بدونی که ما معنیشونو بدونیم. وقتی آقای تاجرزاده میاد میشینه و میگه من انقلاب رو درست کردم، من پیرو اینا بودم، من مخالفشونم، ولی آخر کار قبل از اینکه خداحافظی کنه میگه هیچ کس نمیتونه جای اینا رو بگیره، یعنی تو دل تمام اونایی رو که دنبال چیز هستن خالی میکنه. اینجاست که من از خودم بپرسم آیا من اصلاحگرا اصلاح طلب هستم؟ ما همون هستیم که باور داریم اگه شاه حرف مردم رو گوش میکرد یکم اصلاحات میداد، نه اون اصلاحات انقلاب سفید، ممکن بود انقلاب نمیشد. یعنی شما خیلی قشنگ داری توضیح میدی، میگی آقا پدرام من گول اینا رو خوردم، میدونم اینا چه ساده گولت میزنن، شما گول نخور. حالا شما آقای نیساری رو قبول نداری، برو آقا از امروز روزی سه بار به حرفای آقای جوانمردی گوش کن، ویدیوهاش هم که با رنگ قرمز و اینها و زرد بینویسه امشب خامنه ای مرد. اگه تعداد دفعاتی که تا حالا جوانمردی گفته خامنه ای مرد و مریض شد خامنه ای بیاد استفاده کنه، اون وقت ما باید به خامنه ای تعظیم کنیم چون این شده عمر نو. آقا ول کن، هر وقت مرد بیا بگو، خبرنگاری بیا بگو مرد، مریض تو بیمارستانه بگو من امروز تماس گرفتم مریض تو بیمارستانه. ولی هر روز شما میاد میگی من یه خبر مهم برات دارم، خبر مهم من بعدن مینویسی، حالا میگی من نیم میلیون جمعیت چیزی دارم ولی یه نفر نیست چراغ دوربین تو روشن کنم اونجا برات، خودتم $50 نمیدی یه برنامه که الان دیدم آقای نیساری خب یه ویدیو کامرای بهتری تهیه کرده گذاشته و اینا. نکنید آقای جوانمردی، این جوونه، حالا همچی جوونم نیست به نسبت جوانمردی پدرام،
ولی این افرادی که فریب شما رو میخورن، شماها واقعا مسئول هستید اگه وجدانی دارید یا اگه هنوز شرفی براتون باقی مونده. من ممنون و متشکرم. من ساکت میشم، شما صحبت کنید ببینم این آقای روسو رعوفی چرا مجاهدین با عراق. آقا برنامه مجاهدین نیست که، مرد حسابی اون جوکه بود به میمد میگفت دکونه کالباس، میگفت آقا این که نیست برو اون ور فلان. الان برنامه آقای آقای نیساری است، برو از مجاهدین سوال کن. من مثل که باید این شخص رو بلاک کنم، این متوجه نیست نمیفهمه. برو آقای تنازی شما صحبت خودت ادامه بده، اگه خواستی هم بعدا با پدرام تنازی صحبت کن. جوان بسیار خوبیه و سالهاست من ایشون رو میشناسم، بیش از 10 ساله که حتی بعض وقتا به عنوان کورسپاندنت تلویزیون مردم خبرایی رو به من میده، کارهایی انجام میده که من از بابت ازش ممنونم. میگه هفته آینده من میتونم با آقای نیساری مناظره دوستانه ای داشته باشم. ببین آقا، من که نمیتونم بگم شما رو دعوت میکنم اونم دعوت میکنم، شما هستید که باید با هم تماس بگیرید، بعد بگید سوربی ما میخوایم اینجا مهمونی بذاریم، این سالن آماده است. من میگم اگه شما بیان آب میپاشم، جارو میکنم، چای شیرازی هم درست میکنم که چای سنگینه، نه چای چی میگن رقیق و غلیظ، ما میگیم سنگین. آقا بفرمایید، با شما هستیم آقای نیسی. ایشون اگر که خواستن میتونن برنامه ریزی کنن، بگن در رابطه با چه مسئله میخوان صحبت کنن، اون مسئله رو قبلا اطلاع بدن، ما با هم برنامه ریزی میکنیم. بله میام اون وقت، هم من آماده هستم هم ایشون. ببینید، من مشکل من آقای طنازی نیست، مشکل من جوانها نیستن، مشکل من کسایی که به اصطلاح دنبال روی میکنن از روح الله هزم و فریب اینها رو خوردن نیست. برای اینکه اینها آدمایی هستن که فکر میکنن واقعا این شخص درست است. مشکل من به اصطلاح اینها نیستن، من نسبت به اینها به اصطلاح اهانتی به اینها ندارم، نمی کنم. مشکل من اون کسایی هست که فریبکار هستن. همون جور که گفتم 3 دسته هست. دسته اول فریبکار هست، عمامه سیاه اجنبی هست. دسته دوم فریب خورده هست که با اونها همکاری میکنه در فریب دادن دیگران. اون پایین پایینیه که ما مردم ایران فریب خورده هستیم، همین آقای پدرام طنازی هست، من هستم، شما هستید. بنابراین من ایرادی به اون دسته پایین پایینی ندارم و نمیگیرم و هدفم بیدار کردن اینهاست. حالا از اینها که بگذاریم، ببینید یک مسئله خیلی جالبی رو شما گفتید و اون این است که اگر که اینها به اصطلاح اصلاحاتی انجام میدادن و کارهای نیکی انجام میدادن، امکان داشت این بلاها سرشون نیاد. این بحثی است که من میکنم. اینها اجازه اصلاحات ندارند، اینها از خودشون اجازه تصمیم گیری ندارند، اینها فقط دستور بگیر هستند و در راستای یک سیاست مشخص فقط میتونن حرکت بکنند. به هیچ وجه رژیم پالانی نمیتوانست، نمیخواست و اجازه نداشت در راستای اینی که به مردم ایران آزادی بده و ایرانی رو همراه نامش پارسا، پارس، ببینید یک صحبت جالبی هست، پارس واژش معنی نیست که ما قوم فارس هستیم، اصلا قومی به نام فارس نیست. پارس معنی به اصطلاح امروز من بخوام ترجمهش کنم و ببرمش توی تاریخی که هرودوت و غیرها نوشتن در کتابهای خودشون، یعنی جنتلمن آن روز، سرزمینی که مردمش جنتلمن هستن، مردمش آداب دارن، رسوم دارن، فرهنگ دارن. شما همین امروز که نگاه کنید در کل دنیا، مسیحی ها سال نو دارن، چینی ها سال و اینا، قدمت اینا رو نشون میده. مسیحی ها سال نو دارن، به اصطلاح چینی ها سال نو دارن، مسلمان ها به اصطلاح از ما یاد گرفتن، ولی نوروز ما یکی از جشن های باستانی بسیار کهن به اصطلاح چیز هست، سال نوی هست. اینها خودش نشون دهنده این است که ما حالا چه درست چه غلط آداب رسوم داشتیم، برای خودمون آدمی بودیم. بر سر هر وقتی به شما میگن که فلانی سرش بی کلاه مونده، برای اینکه هر یک از اقوام ایرانی هم لباس به تنش بوده، هم شلوارش پاش بوده، بی تنبون و بی نمیدونم چیز نبوده، برعکس اون چیزی که میگن در زمان رضا قلدر و بیزدار شپشی بودیم و فلان اینها. خیر، شما نگاه کنید 3000 سال پیش، هم کت، هم شلوار، هم پیرهن، هم کراوات، هم کمربند، هم کفش، همه پای اینها بوده. بنابراین مردم پارس، یعنی مردم پارسا، هیچ ربطی نه به مذهب داره، هیچ ربطی به زبان نداره، یعنی جنتلمن های زمان خودشون. حالا بگذاریم که چقدر ما رو اینها ما رو خار کردن. این حکومت های دست نشانده در قاموس و به اصطلاح ساختار اینها نیست همچین کاری بکنن. بنابراین رژیم خمینی و یا رژیم جمهوری اسلامی
اصلا درش اصلاح طلبی و اصولگرایی و غیر و فلان، اینا همش حرفه، اینا همش حرفه. بنابراین وقتی که یک کسی مثل روح الله زم میاد به منی که نیاکانم رو اینها از بین بردند، به منی که سرزمینم رو اینها تارمار کردند، به منی که سرزمینم رو اینها به اصطلاح به غارت بردند، به من مسجد سلیمانی که علی رغم اینه که 2 کیلومتری من چاه نفت به آسمون سر کشیده ولی هنوز فرزندم پای پتی در اون راه میره و هنوز مدرسهش نیمکت نداره و صندلی نداره، وقتی من اینها رو میبینم به وجوب خارجی بودن و بیگانه بودن اینها پی میبرن. اینها انسانیت رو واقعا به پایین ترین جا کشیدن. و کسی که مثل روح الله زم و یا آقای جوانمردی میاد میگه که آقا اصلاح طلب هستن پس از اینها دفاع کنید، دو راه داره، یا اینکه نمیدونه چی داره میگه که در اون صورت اون بحث دیگری است، یا اینکه دانسته آب به آسیاب دشمن میریزه و به نظر من با حرکاتی که کرده و با برنامه‌ای که گذاشته آب به آسیاب میریزه. چرا؟ شما دقت کنید آقای سربی، کدام ایرانی هست که حتی اعتقاد به وطن نداشته باشه ولی بیاد به اینکه آقا جون اشکال نداره خارجی بیاد سرزمین منو بگیره، بیاد بگیره ببر؟ کدام ایرانی تا حالا دیدی که خجالت بکشه از بردن نام سرزمینش؟ من تا حالا کسی رو ندیدم ولی آقای جوانمردی رو دیدم که در میاد میگه خلیج، بعد گوینده بهش میگه منظور شما خلیج فارس هست، میگه بله بله منظور من خلیج هست، گوینده میگه نه منظور شما خلیج فارس هست، میگه بله حالی که خوب دارید میگید بسیار خوب خلیج فارس. بحث رو ادامه میده، بعد 1 دقیقه بعدش در رابطه با جنگ کویت میشه، از دوباره میگه که در جنگی که در نمیتونم نام ببرم. آقا چرا نمیتونی نام ببری؟ چرا خجالت میکشی از بردن نام سرزمین خودت؟ بنابراین یک همچین کسایی قابل اطمینان نیستند. من حتی در بچگی همچین خیانتی نکردم که در میام بگم آقا جون سرزمین من، مملکت من کجا؟ هر کی میخواد بیاد برداره ببره، که برسد به اینکه در این سن یا اوشون در اون سن همچین غلطایی بکنه. بنابراین بحث من این هست که آقایون، پدرام جان، هموطن من، همزبان من، همشهری من، ایران برای خودش تاریخچه‌ای داره، درست یا غلط، ولی ما حافظ مرزهای اون هستیم. چرا؟ برای اینکه میخوایم زن و بچه‌مون، کما اینکه در جنگ ایران عراق چقدر کشته دادیم، نزدیک 2 میلیون، چرا دادیم که امروز بایستیم که بیگانه نیاد بزن و بچه‌های ما تجاوز کنه؟ بعد این نامردا این کارو میکنن و آقای جوانمردی در حقیقت طول عمر این هاست. حالا شما میخواید بیاد با من بحث کنید، بله تماس بگیرید. آقای سربی تمام اطلاعات من رو اونجا گذاشتن، فیسبوک من رو در اختیارتم، بیا ولی توضیح بدید که در رابطه با چه مسئله میخواید بحث کنید، تا من مدارک اینا رو آماده کنم و خوشحالم میشم که هر کاری در راه خدمت به جوانهای ایران باشه من خدمت گذارم. بسیار ممنون آقای نیساری، امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشید و هر روزتون بهتر از دیروز و به قول معروف فردا بهتر از امروز باشه. خیلی ممنون از دوستانی که با ما بودن. بیشتر ممنون میشم اگر این ویدیوها رو با دوستان خودشون در سایت های دیگه‌ای که بلد هستن، اینستاگرام، تلگرام، اینها شیر کنن. امیدوارم که بیشتر شما رو داشته باشیم و افرادی مثل پدرام هم بتونن با شما و در برنامهاتون شرکت داشته باشن. خیلی ممنون، خوشحال میشیم، بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید و سال نو رو هم به شما و همه هممیهنان مسیحی و هر کسی ایرانی که جشن میگیره و جشن رو بر به اصطلاح زاری ترجیح میده تبریک میگم. بسیار ممنون، خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم. بابو نوشته خیانت هم همینطور. دوستان من بارها بهتون گفتم که حتی تلویزیون وقتی برنامه زنده هست یه تأخیری هست، یعنی ما اینجا نه دیلی داریم، دیلی خودش یه سیستمه که اون تأخیر رو بیشتر میکنه. دلیلش اینه که اگر یک کسی زنگ زد، فوش داد، یه چیزی گفت، بتونن کنترل کنن. ما اونو نداریم، ولی خود سیستم خود به خود اینجوری هست. شما با خواهرت، با داداشت رو تلفن باش، بگو من یه ایمیل برات فرستادم، این ایمیل که هیچی داخلش نیست تا بخواد برسه به دست اون، با وجودی که ریل تایم هست و اینترنت هست و های اسپید هست و فایبر اپتیک هست، ببینید یکم طول میکشه. حالا بیان روی این ایمیل ویدیو سوار کنید، آدیو سوار کنید، اینا باید اسکرامبل، این تخمه‌ها هست به هم میزنن میگنش اسکرامبل، این بشه بره اونجا، این سنگین میشه، دیرتر میره.
چیزی که شما یه لحظه یا الان همین الان میشنوی ممکنه من اینو 5 ثانیه قبل گفتم، 10 ثانیه قبل گفتم. مخصوصا وقتی من یه مهمون دارم، مهمون صحبت میکنه، خیلی خوبه که شما با نوشتن یه کلمه برای من راحتش کنی. مثلا ایشون نوشته، نه اصلا نگفتن که زم آقای طنازی نوشته، بعد میگم کی، بعد مینویسن جوانمردی. خب همون اول بنویس جوانمردی، هیچ وقت نگفته اینجوری. ولی این ماجرای اصولگرا یا چیز و اینها بگذار. حالا من نمیدونم خیانت هم همینطور یعنی چی. جمهوری اسلامی چگونه توانسته 40 سال حکومت کنه با دروغ؟ خب اینو که آقای نیساری هم همینو میگه، میگه اینها هم الان شدن مأمورانی که در سن شما، در لباس شما، در شکل شما میان با شما صحبت میکنن. که اگه شما گفتی بابا این سربی دیگه موهاش هم سفیده، اکبری میگه موهات هم بلند شده، ولش کن به حرفش گوش نده، اون میگه اوکی بیا به حرف جوانمردی گوش بده که تازه یکم اینجاش سفید شده، بیا به حرف فقراور گوش بده که رنگم میکنه و نمیدونم ماتیکم میکنه، برات اونی رو میاره که تو دوست داری ببینی. در هر صورت تلویزیون مردم همیشه اصلا فلسفه پیدایشش این بود. وقتی من تلویزیون ها و رادیوهای دیگر رو دور زدم و دیدم هر کدومشون یه دونه به اصطلاح سانسور و خط قرمز دارن، اومدم گفتم باید یه تلویزیونی داشته باشیم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. متاسفانه در قسمت حمایت مردم، چون تلویزیونای ایرانی همیشه دولتی بوده، یه مدت پول شاه و نمیدونم نفت ما بوده، یه مدت حالا پول خمینی و نفت ما هست، اینا یعنی ببخشید پول ما هست و زور دیکتاتورا، ما عادت نکردیم که آقا من اگر یه فیلمی اینجا نگاه میکنم 5 دلار بدم، اگه یه برنامه ای رو گوش میدم 2 ساعت 5 دلار بدم، اگه مخالفش هستم اتفاقا بیشتر بدم که این بیشتر بیاد. چجوری شعار میدیم فلانی نمیدونم دکارت فلانی گفته که اگر مخالف من باشی من حاضرم جانم را بدهم ولی تو آزاد باشی، ولی حاضر نیستیم 2 دلار بدیم یه نفر بتونه بیاد صحبت کنه. ما رسیدیم به جایی که از این وری شد، گفتیم آقا مثل روزنامه ما چاپ میکنیم، ولی شما اگه میخوای آگهی جشن عروسی بدی باید پول بدی، اگه میخوای آگهی مردن فامیلو بگی باید پول بدی، اگه میخوای مقاله بنویسی باید پول بدی. پولی هم که میدی پول آنچنانی نیست، قدیه پول قهوه و اینها هست. در اصورت امیدوارم دوستان بیشتری بیان. همه به پیروی از او طرفدار ترامپ شدن. پیروی از کی بابو؟ من الان یه ساعت دارم توضیح میدم پیروی از کی. پیروی از زم، پیروی از جوانمردی، و به این سادگی نیست که یه نفر میاد حرف میزنه شما فکر کنی الان رفتن همه پیرو اون شدن. آقا آمریکاییه که دیگه جوانمردی نداره، که یعنی علی جوانمردی رو نداره یا فخرآور رو نداره، اینا چجوری پیرو ترامپ شدن؟ برای که ترامپ هم مثل خمینی، مثل آخوندا بلد بود چگونه دروغ بگه، بلد بود جواب پرسش های سخت مردم رو با یک جواب ساده بگه بله فردا بهتون میدم بهترین رو میدم، بهشت رو بهتون میدم، نمیدونم فلان، و هیچ چیزی رو نمیتونه بشینه امروز بگه این مشکل رو من اینجوری حل میکنم، چون تمام زندگیش آویزون بوده. صحبت رسید به آویزون، میگن کریم خان نه بابا، کریم شیره‌ای، بیچاره کریم خان که همشهری ما بوده، کریم شیره‌ای گویا چیز دربار بوده دیگه، جوکر یا دلغه که دربار بوده، جوک میگفته. یه دفعه جوک که میگه اون سلطانی که اون زمان بوده ناراحت میشه، میگه این پدر سوخته رو از فلان جاش از آلت تناسلیش آویزون کنید. وقتی میارن و بند و میخوان آویزون کنن و اینا، میبینن که کریم شیره‌ای سرش انداخته پایین و داره یه چیزی زمزمه میکنه، میگه پدر سوخته ما میخوایم تو رو از فلان جا آویزون کنیم، تو داری با خودت حرف میزنی چی میگی؟ کریم شیره‌ای بهش میگه من به آلتم داشتم میگفتم که اصلا نگران نباش، تو این همه سال به من آویزون بودی، حالا ما چند دقیقه میخوام بهت آویزون باشیم. اینم جوک امروز.
آقای زن و جوانمردی اگر چخان میکردند، مردم باورشان شده که امشب تو بیت رهبری چه میگذرد. پس ترس رژیم از دروغ گفتن به باور داشتن مردم است. نه عزیزم، زم انقدر دروغ گفت، انقدر دوستای خودشم مثل ترامپ انداخت جلوی اتوبوس، از فرهودی گرفته، از همین فخرآور گرفته، از همین جوانمردی گرفته، همه اینا که تنها شد. بعد زم تا موقعی که ادای اصلاح طلبا رو در می آورد رژیم کارش نداشت. کی میدونه، دیدید که خبرها رو هم اونا بهش میدادن. موقعی که باد کرد و شروع کرد گفت برانداز شده، اون موقع رژیم زدش و انداخت تو گنی و بردش. حالا آقای نیساری که میگه این زنده است، شما باید خوشحال باشی رهبرتون زنده است، انشالله از چای جمکران یا از زندان آخوندا میاد بیرون. و مثل زم و فلان، مثل زم، نه اینایی که میان، ببین نوریزادم همین کارو کرد، یه مدتی برنامه هاشون گل میکنه ولی بعد مردم میگن آقا این که نمیشه. میگه که خامنه ای دیشب به زنش گفت این، خب تو زیر رخت خوابش بودی؟ خامنه ای با یه نفر دیگه توی جلسه ای بودن گفت این، خب خامنه ای امروز میره میگه آقای فلانی من با تو بودم اینو گفتم، چرا نوریزاده میدونه؟ سریع رو بکنین زیر آب. اینا به خاطر دروغایی که گفتن شدن چوپان دروغگو. روزی هم که آمد سراغشون گرگ، مردم قبول نکردن. منتظر شما هم خواهیم بود. و اما ترامپ باید محاکمه شه، یا قبول کنیم که توی آمریکا مثل کشورهای دیگه به اصطلاح خودی ناخودی دارن، یا بعضیا تافته جدا بافته هستن و اینا هر کاری انجام بدن. ترامپ کسیه که قبل از انتخابات 2006 گفت اگه تو خیابون پنجم که آپارتمانش هست و خیلی ها امضا کردن، نامه نوشتن که اون خیابون عوض بشه بذارن به اسم اوباما، که اوباما هم فرقی با این نداشت، گفت اگه من یک کسی رو شوت کنم مردم کاری به من ندارن. بر همون باور این کارهای غیرقانونی رو انجام داد تا امروز که یقش گیر افتاده. و کسایی که طرفدار ترامپ بودید برید نوار ویدیوی دیروزش رو پیدا کنید، چون ترامپ الان دیگه توییترش بسته شد، فیسبوکش بسته شد، اینستاگرامش بسته شد. یعنی یک جوان فسقلی صاحب فیسبوک یا یک دو سه تا جوان دیگه صاحب توییتر میتونن آمریکا رئیس جمهورش رو بندازن پایین. چرا؟ چون ترامپ از سیستم آمریکا استفاده نکرد. الان من براتون شماره تلفن کاخ سفید میگیرم، شما میتونید زنگ بزنید اگه خواستید، نگاه کنید ببینید آمریکا به چه روزی افتاده. امیدوارم درستش کرده باشن، ولی اگه درستش نکرده باشن من بهتون بگم. شمارش هست 202-456-456-1111. گوش کنید ببینید. Thank you for calling the White House comment line. The office is temporarily closed. Your comment is important to President. میگه دفتر رئیس جمهور آمریکا موقتاً تعطیله. دوستان ترامپ آمریکا رو آورد، شما میگید آخوندا ما رو بردن نمیدونم 1400 سال عقب. آمریکا چون سابقه 1400 ساله نداره، آمریکا رو برد 100 سال عقب. دفتر رئیس جمهور تلفنش حتی پیام نمیگیره، میگه برو رو وبسایتمون و برو نمیدونم فلان. نه صحبت از تلفن شد، بذارید، یه نفر زنگ زده بود، تلفن پیغام گذاشته بود از ملیبوی کالیفرنیا، یه زنگ بزنیم ببینیم این دوستان چه مرگشونه، چرا نمیان صحبت کنن. آخه ساعت یک شب زنگ میزنی احمق، من که بعد از 20 سال نمیام تلفن جواب بدم. تلفن من از 9 شب خاموشه تا 9 فردا صبح، فقط بچه‌هام، برادرم، فامیلم، مادرم میتونن با من تماس بگیرن، اونم برای استراری. ولی شما، حالا این شماره تلفنم میگم دوستان، با اینا تماس بگیرید. اینام یه شماره تلفنای مجانیه، از گوگل و اینور اونور میگیرن. شمارش این طرف هست 310-774-2731. چرا میگم با اینا تماس بگیرید؟ اینا افرادی هستن که حتی خانواده هاشون
اینا رو تحمل نکردن. الان یه سری آدمای تنهایی هستن، حالا یا پولای 7 دلار، 2 دلارای 7 تومانی شاه زمان شاه از مردم دزدیدن آوردن اینجا، بعدم این پولا رو یا زنش رفته یه دوست پسر جوان پیدا کرده، یا نمیدونم پولاشو یه کسی اومده تو قمار ممار برده، حالا یه حقوقی از دولت آمریکا میگیرن، بعد میشینن تلویزیون‌ها رو نگاه میکنن. حالا دیگه تلویزیون‌ها هم ایرانی‌ها زرنگ شدن، تلفن‌های مردم مثل اون موقع جواب نمیدن، اینا مجبورن هی به این سوراخ زنگ بزنن، به اون سوراخ زنگ بزنن، دو کلمه حرف بزنن. یادم سال‌ها پیش این آقای فیلابی به یکی از دوستانی که به همه دعوا می‌کرد گفت که شما از این ناراحت نشین، این از صبح تا عصر توی این کامیونش اتاق کوچولوی تنها هست، صبح سرما این آهن سرده، زور گرما این آهنه گرمه، این دیگه داره دیوونه میشه، جوش میاره، وقتی میخواد با یکی حرف بزنه بلد نیست حرف بزنه، دعوا میکنه. حالا شما بیا ببین یک کسی وقتی به وقت ما ساعت 1:15 صبح زنگ میزنه، یعنی 12:55 AM میشه، حالا بگو 1:10 شب زنگ زده. ببینید شما 10 شب دیگه کارت انجام دادی، برنامهات رو نگاه میکنی، حالا یا داری مشروبتو میخوری یا چاییتو میخوری، میخوای استراحت کنی، بخوابی. 10 شب کالیفرنیاست، 1 صبح اینجاست، میخوام از تنهایی اینا بگم. بعد ببین گوشی رو ور میدارن، میترسن اسمشون رو بگن، میترسن درباره یه چیزی صحبت کنن. برمیگردیم به همون علوم سیاسی نخوندیم تو مدرسه، یادمون ندادن مبصرمون رو ما انتخاب کنیم، یادمون ندادن بیایم کنفرانس بذاریم، یادمون ندادن بیایم با هم مناظره کنیم. اگر من با آقای نیساری مناظره کرده بودم، ممکن بود سال 53-54 که ما دانشجو بودیم، میگفتم آقا این راه شما اشتباهه، چون من هیچ وقت دنبال این برنامه نرفتم. همین احمقی که از کالیفرنیا به من گفت من دارم میام طرفداری ترامپ، شما که نایاگ میگم مرده که من جزو هیچ سازمانی نبودم، ضمن اینکه اگه باشم حق مسلممه. آقای نادر فیروزی یا فیروز نادری، اونم هم شهریمونه، نادر فیروزی، فیروز نادری، این مثلا نیاد چون دید این یه شخص معروفی شده دعوتش میکرد، بنده میرم کار میکنم فیلم برداری، عکس برداری، من با جورج بوش عکس دارم، با نوت گینگریچ عکس دارم، با پدر جورج بوش عکس دارم، با کلینتون عکس دارم، با اصلا برای من اینا هیچن. تو یه احمقی که تازه حالا ما امیدمون به جوانهای ایرانی بود، این یه جوانیه تو کالیفرنیا اگه عکسش درست باشه، آخه تو تازه تو آمریکا این اون رو تهدید میکنی؟ آخه بیچاره، خب این کاریه که حزب اللهی میکنه. حزب اللهی چه کار میکنه؟ حزب اللهی میگه یا باید بیای نماز جمعه یا میام در خونتو میشکنیم. تو چه کار میکنی؟ تا میگی یا باید بیای پرچم ترامپ رو بگیری دستت یا ما میایم. خب میخوای چه کار بکنی؟ بعد تازه اگه کسی میخواد کاری بکنی که نباید زنگ بزنه خبر بده که سوربی 5 تا اسلحه آماده کنه، اینم مغزتون نمیرسه، اینم شعور نداری. در صورت بذارید پیام این آدم دیوانه رو گوش کنیم. این پیام‌ها رو که پخش میکنم این نیست که شما تشویق بشید دوباره امشب زنگ بزنی. بیچاره میبینی که این تلفن سیستمی هست که از ساعت فلان تا فلان شما میتونی قطعش کنی، هر کی زنگ میزنه میره تو صندوق پستی، اوکی؟ اونجا هم حرف بزن، ولی همونم حرف بزن، بگو آقا امروز اینو گفتی درستش اینه، من پخش میکنم، ولی گوش کنید ببینید اینا بعد از این همه زحمت چه کار میکنن. نگاه کن. من هم صداش از اینجا نیم، من برایش پیغام گذاشتم، گفتم من فکر کردم شما یه آدم تنهای ایرانی هستی که نفس از کون میکشی، زنگ زدم با آمبولانس بیاد خونت. تو میدونی آمبولانس با آمبولانس اینا شماره ها رو میتونن بفهمن خونه شون کجان بیان. آخه بدبخت این چیه؟ بیا یکی دیگه نادونتر از اون، علی میر لشکری یا میر لشاری. خب ببین تو لشی هستی، لاشاری نیستی. خب من الان پاکت میکنم، بعدم دیلیتت میکنم، بلاکت میکنم. احمق، تو فکر نمیکنی بهتره که بیای حرفتو بزنی؟ وقتی یه جایی باز شده به تو امکان میده حرف بزنی، چرا داد بزنی فوش بده که بندازمت بیرون؟ بیا حرفتو بزن. الان نفر بعدی بلاکت میکنم. دوستان عزیز، برنامه شماره 300 آقای حسن ارشاد به دست من رسیده، براتون پخش میکنم.
ازشون هم عذر میخوام که چند دقیقه تاخیر ایجاد شد، چون ساعت 4 برنامه ایشون رو میذاریم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، چپ چپ، راست راست، بالا پایین، مذهبی بی مذهب، با خدا بی خدا، کمونیست، هر چی که هستید میتونید بیاد به مردم بگید نظرتون اینه، مردم یا قبولتون میکنن یا قبولتون نمیکنن. میرید به سلامت، روز روزگار بر شما خوش و ممنون و متشکرم که با ما بودید. آخر هفته خوبی داشته باشید. عکسای زیادی دارم، فیلمای زیادی دارم، بذارید یکیشو بهتون نشون بدم قبل از اینکه برم. شما هم حتما دوستایی دارید که وقتی یه لیوان مشروب میخوان بخورن جون دیگران رو به سر میارن، از بس هر قلوبی که میخورن هی میگن به سلامتی. من یادم سالها پیش تو آلمان بودیم، حالا اون وضع پناهندگی و بی پولی و اینا، یه دوستی از ایران اومده بود، خب فوری باید بری آبجو بخری و مشروب بخری و فلان اینا، این هر یه قلوب که میخورد همی گفت به سلامتی. همسر من گفت ببین میخوان عرق بخورین بریم بشینین اونجا مشروب عرق بخورین، ولی اگر هی نشستین هی قربون صدقه همراه رفتین هی سلامت سلامتی، از همینجا من یه بشقابی چیزی پرت میکنم تو سرتون. دمش گرم، درست میگه. این چه عادت زشتی، هی سلامتی سلامتی. حالا گوش کنید ببین این سلامتی سلامتی اون وقت میشه این خانم. بیارمش روی، اجازه بدی. الان که دیگه بدتر شده، توی ایران میگن از این چیزا که هی نمیدونم به سلامتی فلان، صبر کنید یکم صبر کن خانم، عجله نکن، به سلامتی فلان که فلانه، به سلامتی بیسار که بیساره. با پخش این ویدیو برنامه امروز رو به پایان میرسونیم و ممنونم که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش و به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. این رو هم نگاه کنید و بخندید و دفعه دیگه فقط یه بار یا چوس تو آلمان چی میگفتن؟ یادمون رفته. چوس برای خداحافظی بود. سنبول نمیدونم. اینقدر که زبانهای مختلف هست، در صورت آمریکا میگه چیرز. همون فیلمی هم بود چیرز، یعنی سلامتی. سلامتی همه دوستانی که منطق دارن و شعور دارن، که تو اگه داد بزنی میگی آه من میندازمت بیرون بدبخت، اختیار دست منه، ولی اگه بیای قشنگ با منطق صحبت کنی، من با این آقای شاهین فاطمی خیلی فاتحی خیلی اختلاف داریم، ولی میاد صحبت میکنه میبینی که چقدرم دوستش دارم، چیزاشم میخونم. شعور داشته باشین، اشکال ما بیشعوریه. نه به خاطر شلش، به خاطر غمش. سلامتی خیار، نه به خاطر خش، به خاطر یارش. سلامتی بلور، میگم تو گلو بخور دیگه. سلامتی شلغم، نه به خاطر شلش، به خاطر غمش. سلامتی خیار، نه به خاطر خش، به خاطر یارش. سلامتی بلور، میگم تو گلو بخور دیگه. بس دیگه، ممنونم. آقای اکبری از اونجا به فریاد من رسید طبق معمول و میگه توی آلمان میگیم پروست. بله آلمانی پروست. آبجوهای مونیخ آبجوهای خوبی بود، به خاطر همین اون مونیخ هم چیه مال اکتوبر فست بودم دو سه سال پیش، اومدم اونجا و آبجوهای آلمان همش خوبه، ولی اونجا بعضی چیزاش بهتره. دوستان خیلی ممنون، ممنونم آقای اکبری، مواظب خود باش، آخر هفته خوبی داشته باشی، روز روزگار بر شما خوش. مرسی. به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان، 300مین برنامه رو تقدیم میکنم.